حضورتون برای در امشب برنامه امشب همینطور که میدونید این دومین جلسه به اصطلاح کانون کتابخانی ایرانیان هست و جلسه پیش البته کتابی نخوندیم یک ماه پیش بود. این جلسه پیش مشخص کردیم که چه کتابی باید خونده بشه. یکی از این کتاب‌ها خونده شد و حالا امروز قراره که دو تا از دوستان آقای تاج دولتی و آقای میساقی لطف کردن اینو پرزنت میکنن و دوستان میتونن به اصطلاح بحث بکنن این کتاب رو بحث بکنن. اگر خونده باشن یا اگر نخونده باشن هم حالا بالاخره راجع به مشروطه است. هر کسی بالاخره یک سری اطلاعاتی در مورد مشروطه است. اگر کتاب دیگه ای ممکنه داشته باشه. من خواهش میکنم که آقای حریری یک چیزی رو ما اینجا تهیه کردیم که این رو لطف کنن بخونن که مقداری به اصطلاح چارچوب کار مشخص بشه هم برای دوستان هم یادآوری بشه برای خود ما. با سلام به دوستان، همطور که مرداد گفت خدمت میتنه کردیم که قرار بود که بپی کنیم که این نمید از دوستان بردارم دوستان نرسیدیم تا آماده شد دیر شد. در واقع رول آف دی گیم رو تا حدودی سر کردیم توضیح بدیم برای دوستانی که حالا دفعه پیش نبودن یا اگر که یاد آوریم بشه که این بیاستان قرار هست که چکار بکنیم و چجوری پیش بریم. با اذعان به این واقعیت که هر یک از ما فقط بخشی از حقیقت را با خود داریم و با باور به اصل گفتمان و مطالعه به عنوان یگانه روش درک و دریافت هرچه بیشتر حقیقت، جلسات کانون به منظور تبادل و تضارب آرا و عقاید برگزار می شود. در این چارچوب شرکت کنندگان در جلسات به عنوان افراد کاملا برابر در میان در بیان آرا و اندیشه های خویش کاملا آزادند. بنابراین بحث مرید و مراد و شاگرد و استاد نداریم، همه برابر هستیم. نظرات میبایستی در تأیید و یا نقد اندیشه ها بوده و با احترام به شخصیت افراد ابراز شود. جلسات ماهی یک بار معمولا تا اطلاع بعدی در دوم جمعه هر ماه در ساعت 7 بعد از ظهر برگزار میشه. در هر جلسه دو کتاب مورد بحث قرار میگیرد. ما یک، معرفی و بررسی یک کتاب پیشنهاد شده در جلسه قبل. در ابتدای هر جلسه کتابی که در جلسه گذشته پیشنهاد و تایید شده توسط پیشنهاد کننده ارائه و معرفی می شود. مدت زمان این بخش از اکثر 10 دقیقه است. اگر کسی کتابی رو خونده که فکر میکنه مفیده برای جمع، لزوماً هم لازم نیست در زمینه تاریخ باشه، کتاب شعر، کتاب داستان، کتاب هر چیزی که فکر میکنیم که ازش لذت بردیم و میخوام با بقیه این لذت رو تقسیم کنیم، پیشنهاد میکنیم و در میان میگذاریم و جمع هم تایید میکنن برای جلسه بعد. خود شخص داوطلب میشه که اون کتاب رو در واقع پرزنت کنه. 10 دقیقه. بخش بعدی ارائه و بحث بر سر بررسی کتاب اصلی که قبلاً تعیین شده دفعه پیش برای این جلسه و برای جلسه بعد مجدداً تعیین خواهیم کرد. فرد یا افرادی که در جلسه گذشته برای معرفی کتاب اصلی داوطلب شدند مطالب خود را ارائه خواهند داد برای حداکثر 40 دقیقه. بنابراین پرزنتیشن کتاب اصلی حداکثر 40 دقیقه خواهد بود. پرسش و پاسخ، بحث و تبادل نظر با شرکت حاضرین حداکثر 70 دقیقه. جلسات توسط یک هماهنگ کننده که از سوی بنیانگذاران کانون کافره اداره می شود که امروز مرداد این کار رو قبول کرده، وی در اتخاذ تصمیم برای اداره جلسه اختیار تام دارد. هر نفر حداکثر 2 دقیقه فرصت سوال و جواب یا اظهار نظر دارد. در صورت لزوم و به تشخیص هماهنگ کننده افراد می توانند مجددا 1 دقیقه صحبت کنند. با موافقت شرکت کنندگان اما هم کننده می تواند زمان پرسش و پاسخ را تا نیم ساعت تمدید کند. بنابراین جمعاً اگر یک موضوعی واقعا خیلی علاقمند بودیم می تونیم پیشنهاد بکنیم و یک از 70 دقیقه بکنیمش به 100 دقیقه، یک ساعت رو خورده. خیلی متشکرم. خب اگه اجازه بدیم من خواهش می‌کنم که آقای شما هم شروع کنید. کتابی که دفعه پیش پیشنهاد شده بود مثل آنچیز نیست نه آقای؟ بله، اون کتابی که قرار بود که یه آقای اینجا بودن که پیشنهاد کردن یک کتابی رو در 10 دقیقه یا 5 دقیقه اول معرفی می‌کنن که گویا تشریح نیاد. کتابی در ارتباط با آقای سیف زاده. آقای سیف زاده، ایشون تشریح نیاوردن.
بنابراین ما شروع میکنیم. بعد حالا فرق یه وقتی دیگر رو بخشیم باش اگر کار دارت بگم دوست کنم دوستان میگن سر هفت تشریف داشته باشن که ما مثل این نفر هفت و بیسکره شروع نکنیم. سلام میکنم دوستان خدمت همتون، ممنونم که اومدم و خوشحالم که افتخار به بنده از اینکه چند دقیقه در خدمتتون باشم. همونجور که جلسه قبلی قرار بریم شد اینکه 40 دقیقه قرار شد که پرزنتیشن باشه که من به اتفاق آقای میساقی قرار شد که این وقت رو تقسیم بکنیم و راجع به کتابی که مطرح شد فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه بود که در واقع این کتاب اصلی در واقع فکر آزادی بوده، اما اون کتابی که اینجا در جلسه گذشته تصمیم گرفتیم این بود که این کتاب دو بخش هستش. در واقع یک بخشش راجع به شخصیت بودش که یکی از روشنفکران اصلی دوران انقلاب مشروطه و قبل از اون هستش که آقای رسول‌زاده هستش، و بخش اول کتاب در واقع آقای فریدون آدمیت پرداخته به بررسی تمام زیربنای در واقع حرکت اجتماعی که در دوران قبل از انقلاب مشروطه پیش اومده بود و از طریق نهادها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی فرهنگی که در اون زمان به خصوص در منطقه شمال ایران تحت تاثیر روسیه شکل گرفته بود، از طریق بیان‌نامه‌ها، اطلاعیه‌ها و مرامنامه این نهادها بتونه بررسی بکنه که چجوری فکر دموکراسی اجتماعی وارد ایران و وارد فضای فکری ایران میشه. در صحبتی که چند روز پیش با مهداد داشتیم به این نتیجه هم رسیدیم، این کتاب در واقع کتاب خیلی آکادمیک و کتاب سختی هم هست، بیشتر برای مورخینی که واقعا احتیاج دارن به اینی که بخوان بررسی دقیق بکنن هست، برای یک پابلیکی که به هر حال داره تلاش میکنه که یه مقدار تصویرهای یه مقدار کلی‌تری هم راجع به این مسئله بگیره، من به نظرم رسید که زیاد مفید نخواهد. صحبتی که با مهداد داشتیم قرار بر این داشتیم که من بخش اول رو در واقع تلاش بکنم که اول از همه یک تصویر کلی از اینه که انقلاب مشروطه واقعا چی بود، چه اتفاقاتی بود، از کجا شروع شد، خیلی به صورت تیتروار که این بتونه طبعا بسیاری از دوستان به جزئیات اون واقع هستن، اطلاع دارن، مطالعه کردن، این دوستان میبخشن اگر تکراری بشه بعضی از حرفها، اما برای اون گروهی که به هر حال زمان میگذره و آدم این تصویرها از یادش میره، همه رو خوندیم، یک تلاش میکنم که یک تصویر کلی از انقلاب مشروطه بخواب بدم. در قسمت دوم در واقع برمیگردم به اینی که به صورت خیلی خلاصه و تیتروار عوامل کلی که باعث شد که انقلاب مشروطه شکل بگیره چیا بودن، و بعد در بخش آخر صحبتم که امیدوارم از 20 دقیقه تجاوز نکنه میخوام برسم به معرفی 4-5 تا از چهره هایی که نقش خیلی مهمی داشتن در تحولات فکری دوران قبل از مشروطه، یعنی در واقع در دوران طول سلطنت ناصرالدین شاه از میانه قرن 19 تا زمان شکل‌گیری انقلاب مشروطه. این که در مورد این تصویر کلی که از انقلاب مشروطه اگر بخوام واقعا تعریف بکنیم برای کسی که انقلاب مشروطه چی بود و از کجا شروع شد، این واقعی که تونست شکل بده، من توش خیلی شباهتایی پیدا کردم با انقلاب اسلامی و حتی از نظر زمانی و حتی چند تا واقعی که به شباهت واقعا اتفاق میفته که حالا بعدا اون را اگر در بخش پرسش پاسخ صحبت شد بیشتر راجبش صحبت میکنم. من رجوع میکنم بیشتر به یادداشتایی که برداشتم برای اینکه حاشیه نرم و حافظه هم زیاد اطمینان ندارم، بنابراین منو ببخشید اگر بیشتر از یادداشتایی که برداشتم استفاده میکنم. در مجموعه کتابهای که راجع به انقلاب مشروطه و خود واقعی انقلاب مشروطه آورده شده، در واقع اول محرم 1323 رو نقطه آغاز حرکتی میدونن که انقلاب مشروطه باعث شد شکل بگیره. این تاریخ برابر هستش با 8 مارچ 1905. ماه محرم هستش و اون سال به طور برحال بر اساس تقویم محرم منطبق میشه و تداوم میکنه با مراسم نوروز و دهه آخر اسفند ماه. طبعا ماه محرم در فرهنگ ایرانی تمام شهرها و تمام محلات تهران به خصوص تکیه های مختلف برقرار، مراسم عزاداری برقرار میشه و آیت الله بهبهانی در واقع یکی از مجتهدین بزرگ و قابل احترام تهران بوده که به نوعی
شیخ فضل‌الله نوری در یک رقابتی برای دسترسی به مقام حاکم شهر بودن تهران هم داشتن. حاکم شهر اون موقع در نبودن دولت خیلی مدرن و دولت به هر حال که بتونه پاسخگوی نیازهای مردم باشه، بسیاری از امور زندگی روزانه مردم رو این روحانیون و حکام شهر انجام میدادن. بنابراین خیلی اهمیت داشته نقش اجتماعی که اون داشته باشه. آیت الله بهبهانی در منزل خودش یک مراسم عزاداری محرمی برگزار کرده و هر شب به مثلا عزاداری رو آغاز میکرده و در اونجا شروع میکنه به انتقاداتی از دولت و به خصوص به این دلیل که رقیب شیخ فضل‌الله نوری روابط دوستانه‌ای با امین قوله صدراعظم برقرار کرده بوده و به دولت نزدیک شده بوده، بنابراین یه مقدار به خاطر این رقابت هم بوده انتقادها رو خیلی شدید میکنه. هر سال در به مناسبت نوروز خارجی هایی که در ایران بودن اینها یک مراسمی داشتن به اسم بال کوستومه که در واقع شبیه بال ماسکه هستش و در واقع اونجا بال ماسک ماسک میزنن معمولا، ولی اونجا توی مراسم اینا لباس های عجیب غریبی میپوشیدن و شرکت میکردن در جشن و سرور نوروز. شخصی به نام مسیو نوز بلژیکی در واقع این از بلژیک این رو چند سال پیش خواسته بودن و اومده بوده اونجا که هم وزیر گمرکات ایران بوده و وزیر پست و تلگراف بوده و رئیس اداره تذکره که اداره گذرنامه میشه. این شخص در این جشنی که برگزار شده بوده که منطبق هم بوده با ماه محرم، در اون مراسم لباس به آخوندی میپوشه، عمامه خیلی بزرگی سرش میذاره و شروع میکنه یه مقدار لودباز در اومدن در اون مجلس و عکسی میگیرن و به یادگاری اینا رو تقسیم میکنن به هم بین مهمونایی که تو اون جلسه بوده. این عکس به بیرون درز میکنه در بحبوحه ماه محرم و عزاداری و به دست به بهبهانی میرسه و اونجا این رو بهانه قرار میدن و شروع میکنه به اینی که با اسلام ها و دین و به حال مقدسات مردم تحت توهین قرار گرفته توسط خارجی هایی که در ایران هستن و این باعث هیجان بیشتری میشه و در واقع اون مراسم عزاداری ماه محرم رو خیلی گرمتر و داغ‌تر میکنه. که اینجا این تو پرانتز این شباهتش رو من به نظر رسید که با اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات چاپ شد و در قم طلبه‌ها ریختن بیرون، همین اتفاق واقعا همون موقع میفته با عکس نوز. طلبه‌هایی که توی حوزه‌های علمی تهران بودن اینا هم مارو می‌ندازن، یوا رو باز می‌کنن، پا به رهنه می‌دارن تو خیابون و همون حرکت رو تکرار می‌کنن. این شلوغی‌ها تا شب عاشورا ادامه داره و خبر شلوغی های شهر به گوش شاه میرسه و اونجا دستور میده به این دوله که یه مدار آروم بکنن مردم رو و قول میدن که در واقع خواسته هایی که بهبهانی مطرح میکنه در واقع برکناری این مسیو نوز بلژیکی هستش از مقاماتی که تو ایران داشته. در همون حال رو میکنه به یکی دیگه از روحانیونی که در تهران بوده، سید محمد طباطبایی، و از اون هم کمک میخواد. اون هم میاد به کمک بهبهانی با هم‌دیگه یک اتحادی رو تشکیل میدن و این انتقادها رو خیلی شدیدتر شروع میکنن ابراز کردن. همدستی بهبهانی و طباطبایی باعث میشه که در اون سال و در ماهای بعد از محرم هر اتفاقی که در هر جای ایران میفته اینها رو به حساب لیاقتی دولت میذارن و انتقادهای رو شروع میکنن فوکوس کردن روی سیستم حکومتی که اونجا بوده و کم کم فضای شکلگیری انقلاب در شهرستان ها و در تهران به خصوص بالا میره. به دلیل اینکه این مسیو نوز رئیس اداره گمرکات بوده، مقرراتی وضع میکنه برای بازاریاب و واردات به اصطلاح چیز تعرفه‌های گمرکی. به همین دلیل بازاریاب هم خیلی از دست این آقای نوز خیلی ناراحت بودن، برای اینکه پولای چیزی میگرفته، گمرکی‌های خیلی بالایی از اینا میگرفته و اینا خیلی از دلخوشی نداشتن از این. و طبعا اون بازاریاب هم میرن به طرف مخالفین میپیوندن و این باز دوباره یواش یواش اون هسته اصلی مخالفین رو شکل میده. در همین اوضاع احوال در واقع گروهی از این مخالفی میرن در حرم عبدالعظیم در شهرزاد متأثر میشن از بازاری هایی که مخالف بودن، میرن اونجا و در نتیجه بازار تهران بسته میشه. در همین حال مظفرالدین شاه میخواسته سومین سفر خودش رو به اروپا انجام بده و سفرهای مظفرالدین شاه معمولاً
می‌رفته برای استفاده از چشمه‌های آب معدنی فرانسه در جاها و خرج این سفرها معمولاً از بانک روسیه قرض می‌گرفته و این خودش پخش این خبر به مردم باز به نارضایتی مردم باز اضافه می‌کنه. می‌خوام که چجوری یکی یکی خبرها به حوادث شکل میده و این نارضایتی بخواد شکل بگیره. وقتی که مظفر دوشا میره به مسافرت دو تا واقعه مهم، یکی در کرمان اتفاق میفته که یک روحانی اونجا به نام شیخ شمشیری که اونجا در واقع توی منبر میرفته و به زردشتیان کرمان خیلی توهین میکرده یا چیز میکرده، حاکم اونجا این شخص رو میگیره و فلک میکنه و خبرش میرسه به حوزه های اونجا شهرهای دیگه و روحانیون آتشیتر میشن نسبت به این حرکتی که نسبت به این روحانی انجام شده و این رو گرفتن فلکش. یک واقعی دیگه در واقع واقعی اسکرگاریچی هستش که این یک آدم گردنکلفتی بوده که انحصار حمل و نقل گاری و درشگه ها رو بین تهران و قم به عهده داشته. این آدم یک روز در حالت مستی به یک خانومی بی احترامی میکنه و اونجا یک پیرمردی شروع میکنه به اعتراض کردن به این آدم و این پیرمرد رو میگیره کتک میزنه و ریشش رو هم میبره. مثلا این حرکت باز خبرش وقتی که میرسه مردم باز آتشی‌تر میشن و روحانی باز دوباره نسبت به اینی که دولت نمیتونه کنترل بکنه اوضاع احوال رو اعتراضاتشون باز دوباره بالاتر میره. در تمام این احوال هنوز صحبتی از تغییر رژیم و تبدیل حکومت استبدادی به مشروطه نیست. هیچ کدوم از این خواسته هایی که آزادی خواهان و روحانیون مخالف میخوان و تنها خواسته اینا در واقع میرسه به اینجایی که عزل عین الدوله هستش و برکنار کردن میسونوز بلژیکی. وقتی که مظفرالدین‌شاه از سفر اروپا برمیگرده عین الدوله میسونوز رو به اروپا برای ماموریت میفرسته تا بتونه یکی از بهانه ها رو از دست این مخالفین بگیره. در همین حال یک حادثه دیگه اتفاق میفته، واقعا حادثه بانک روس هستش. بانک روس در واقع یک منطقه در بازار تهران سرای امیر وجود داشته که اینجا قبرستون اونجا بوده. این رو هم توضیح بدم که سال قبل از در واقع 1904 یک وبای همگیری در ایران اتفاق میفته و تقریبا از هر خانواده یک قربانی میگیره و در این قبرستون به اصطلاح که وسط بازار تهران بوده اطراف این رو حاکم شهر و روحانیونی که بودن به مردم مجوز میدن برای اینکه برن این زمین‌های اطراف قبرستون خونه سازی خونه بسازن و براشون سند صادر بکنن. مردم میرن اونجا برای اینکه اینجا رو تبدیل به احسن بکنن. از طرف دیگه مقامات بانک روس میرن از مقامات دولتی اجازه میگیرن که بیان این قبرستون رو بخرن و اونجا رو تبدیل بکنن برای ساختمان بانک روسیه. میرن زمین رو میخرن و شروع میکنن برای اینکه بخوام بیان این قبرستون رو چه بکنن. مقدار زیادی از این استخونهایی که توی قبرها بوده اینا در بین یه چاه هم میکنن اونجا و این استخونها رو میریزن اون تو. در همین حال یکی از قربانیان وبای سال گذشته که یه خانومی بوده و جسدش هم تازه مونده بوده اون رو هم پیدا میکنن و این رو هم میریزن تو چاه. این خبر باعث میشه که در واقع روحانیون یه بهانه دیگه پیدا میکنن که روس‌ها اومدن در ایران و زنای ایرانی رو از قبر در میارن و در چاه هم میندازن. یعنی کاملا شروع میکنن به این حرکتی که بخوان این مخالفت رو بخوان بهش ادامه بدن. در واقع ماه رمضان همین سال چیز میشه، دوباره فرصتی میشه که مردم بیان و به مناسبت 21 ماه رمضان که عزاداری های برگزار میشه مسئله موسیقی نوز چوب خوردن اون مشتهد کرمانی شیخ شمشیری واقعی اسکرگاریچی و داستان بانک رو دوباره زنده میکنن و اضافه میکنن به اون کارهایی رو که حکومت شاه سلطنه در فارس میکنه، آصف الدوله در خراسان میکرده و نارضایتی بقیه مبنی. در روزهای آخر ماه رمضان ناگهان در تهران قند قیمتش دو برابر میرسه. در اون زمان نفت و قند از روسیه وارد میشه و به دلیل شکست روسیه از ژاپن در جنگی که وارد داشته قیمت قند میره بالا و عین دولت تصمیم میگیره که چند تا از بازرگانان بازار رو بگیره و تنبیه بکنه به دلیل که اینا قیمت قند رو بردن بالا. این بازاری ها میگن که این قیمت تقصیر بالا رفتن قیمت قند تقصیر ما نیست و به دلیل اینی که از روسیه اومد میاد قند و اونجا گرون شده و ما تقصیری نداریم. اما عین الدوله تصمیم میگیره با تنبیه چند تا با فلک کردن چند تا از این بازاری‌ها در واقع یک زردچشمی هم از روحانیون بگیره که اینا پیوند بین روحانیون و بازار خیلی قوی‌تر شده.
اون دورانی هستش که چند شبنامه های خیلی زیادی از دو طرف مخالفین، طرفداران استبداد و مخالف آزادی خواهان منتشر می شده. من اینجا دو تا نمونه خیلی کوچیکی رو از این شبنامه ها، یکیش در مخالفت بهبهانی، در واقع بنزد بهبهانی نوشته شده، این هستش که توش نوشته که حجت الاسلام و نایب الامام و حضور شما عرضه می نماییم، سن شما که از 70 زیادتر شده، ریش شما هم که سفید گردیده، اما چه فایده که خیالات فاسده و آمال و آرزوی شما جوان گردیده، هنوز دست از کارهای قدیمی بر نداشتید، بلکه تا به حال از غم بی‌آلتی افسرده بودید، حال که فی الجمله رمقی به خود مشاهده فرمودید، به بلعیدن کره ارض قناعت نمی فرمایید، طمع به آسمان ها هم که نبودید. ای آقای بزرگوار، نه به آن زینب و کلثوم خواندنت، نه به آن دایره و دنبک زدنت. آخر تو که ما را پیش یهود و نصاری و مجوس و تمام ملل خارجی از خجالت آب می‌دهی. آقا جان چقدر بی‌شرم تشریف داری. این بخشی از اون شبنامه هستش که برای بهبهانی ساخته میشه. در واقع این رو منتقش کن با خبرهای روز همین بسیار چیز رسید. در یکی از شبنامه هایی که ضد علاءالدوله در واقع حاکم تهران بوده که منتشر میشه، می‌نویسن که آقای میرزا احمد خان علاءالدوله ابن عبدالرحیم خان یزیدزاده، چرا حیا نمی‌کنی؟ ای بی حیا شرم نمی‌کنی؟ ای بی شرم خیانت بس است. اینقدر این ملت بدبخت از میان رفته را آزار مکن. زحمت مده. سبحان الله. بادیه ها دویدم، ابله و خر شنیدم، فرت و لبند دیدم، لیک تو چیز دیگه. در ماه شوال همین سال که واقعی مسجد شاه پیش میاد که به بهانه طباطبایی در واقع برای جبران توهینی که به بازاری ها میشه، عزل علاءالدوله و تأسیس عدالت خانه رو تقاضا میکنه. در واقع اولین تقاضایی که به شکل ایجاد نهادهای مدرن ایجاد میشه، تقاضای عدالت خانه هستش که اینجا در این حرکت شکل میگیره و اعلام میشه به طور رسمی. در درگیری که در مسجد شاه روی میده، گروهی مجبور میشن به بهبهانی و طباطبایی و سید جمال واعظ رو مردم فراری میدن که از دست نیروهای دولتی و ژاندارم ها برای اینا آسیبی بهشون نرسید. در فردای اون روز با بالا گرفتن هیجانات مردم طباطبایی بهبهانی تصمیم میگیرن که به شهر ری برن و اونجا متأثر بشن که این واقعه به هجرت صغرا معروفه. این سفر در دسامبر 1905 بسنشینی در شاه عبدالعظیم باعث میشه که مردم هم از تهران شروع میکنن حرکت کردن به طرف بهبهانی میپیوندن. دولت هر تلاشی که میکنه برای اینکه برگردونه بسنشینی رو موفق نمیشه. سفیر دولت عثمانی در واقع تقاضای هشتگانه بسنشینان رو به دست مظفرالدین شاه میرسونه که از جمله میخواستن یک نوز برکنار بشه، علاءالدوله حاکم تهران حذف بشه، قوانین اسلام درباره همه مردم به طور یکسان اجرا شود، عدالت خانه در همه شهرها ایجاد شود و چند خواسته ای. شاه به عین‌الدوله میگه که این تقاضاها رو اجرا کنه و روحانی رو به تهران برگردونه. عین‌الدوله برخلاف میلش میپذیره و در ژانویه 1906 علما به تهران برمیگردن. این حدود 5-6 ماه قبل، در 7 ماه قبل از خود اعلام به اصطلاح برنامه مشروطه است. عین‌الدوله از تقاضاهای هشتگانه بی اهمیت ترین اونها رو اجرا میکنه و تلاش میکنه که سران جنبش در بین سران جنبش اختلاف بیاندازه و کاری میکنه که بهبهانی سید جمال واعظ رو به قم تبعید کنند. هر بهبهانی رو با این اتاره که در ماه محرم که داشته میومده و نزدیک بوده اینا در تهران نباشن که دوباره در مجالس عزاداری باعث تحریک مردم نشه. سید جمال با پسرش میرزا محمد علی، میرزا محمد علی در واقع همون سید محمد علی جمال زاده معروفه که نویسنده ایرانی هستش، به قم میرن. اینا ماه محرم این سال تقریبا آروم میگذره، اما این دوله برای ضربه زدن به آزادی خان هم شروع به تبدیل روحانیون از جمله میرزا حسن رشدیه میکنه و برای جلوگیری از اجتماع آزادی خواهان حکومت نظامی برای اولین بار برقرار میکنه و رفت آمد مردم از ساعت 3 بعد از ظهر بعد ممنوع میکنه. در یکی از شبهای حکومت نظامی درگیری بین نیروهای نظامی و یه گروهی از مردم روی میده که یه طلبه کشته میشه و چند نفر هم زخمی میشه. در تشییع جنازه این طلبه، پیرهن این خونی این طلبه رو مردم رو سر چوب میکنن و شروع میکنن دریافتن ماجرای دوران اصحابی و این باسته خیلی چند شباهت های تحقیق. و اینجا بیرم به شاه، عین‌الدوله میره به شاه که در نیاورون بوده اون موقع، بهش میگه که انقلابیون میخوان مملکت جمهوری بکنن و به سربازه دستور میده که مسجد شاه رو که مردم در اونجا اجتماع کرده بودن محاصره کنه.
در همون شبی که این اتفاق رو به طلبه کشته میشه، گروهی از روحانیون میرن به طرف نیروهای دولتی و سربازا و با اونا شروع میکنن به صحبت کردن و برخی از اونا رو جلب میکنن به طرف خودشون که فردا دوباره اگر درگیری بشه اومد اینا تیراندازی نکنه به طرف من. این دوله متوجه این قضیه میشه و شبوده گروه به اصطلاح محاصره کننده دور مسجد شاه عوض میکنن، یه گروه جدیدی میارن میذارن و فردای اون روز در درگیری که پیش میاد 58 تا 115 نفر کشته و تعدادی هم زخمی میشن. در واقع 13 شهریور اون موقع این واقعه بوده که اونجا شروع میشه. علما بعد از این واقعه میرن در واقع به طرف کربلا میخوان برن و اونجا هجرت میکنن که میگن این هجرت هجرت کبراست که در اصل در واقع تا قم بیشتر نمیرن و همراهاشون تا 3000 نفر میشن. شهر که از علما خالی میشه دوباره مردم زیر فشار حکومت قرار میگیرن. به بهانه قبل از اینی که بخواد بره یک نامه به سفارت کاربر سفارت انگلیس میرسه و تقاضا میکنه که در نبودن اینها سفارت انگلیس از مردم حمایت بکنه. از طرف دیگه به برخی از سران آزادی خواهم میگن که اگر به بازاری ها بخصوص که اگر واقعی فشاری بر شما پیش اومد شما میتونید بری. سفارت انگلیس هم جواب مثبت بده به بهبهانی و میگه ما حمایت میکنیم. بهبهانی هم اینو منتقل میکنه به بازاری ها که اگر بر شما فشاری پیش اومد شما میتونید به سفارت انگلیس پناهنده بشید، که این در واقع اون حرکت بزرگی هستش که میرسه به ماه تیر. ماه هوا گرم بوده، باغ سفارت انگلیس هم جای خوش آب و هوا. گروهی از بازاریانی که دوباره علاءالدوله احضار میکنه به دارالحکومه تهران برای اینکه بخواد تنبیهشون بکنه، اینها چندشون فرار میکنن و به بقیه بازاری ها میگن بازار بسته میشه و یه گروهی میرن پناهنده میشن به سفارت انگلیس. وقتی اینا میرن سفارت انگلیس پناهنده میشن، طبعا گروه دیگه از بازاری ها برای اینه که برای اینا خوراک و غذا بخوام ببرن دیگاهی رو تهیه میکنن. اینا که عکس این حوادث هستش، ما اگر فرصتی بود میتونستن این عکس ها رو بیارن، برای اینکه بریم به تدریج مردم گرسنه وقتی میبینن که دیگ داره میره به طرف سفارت انگلیس اینا راه میفتن و در فاصله یک هفته 13000 نفر در باغ سفارت انگلیس میرن و متاثر میشن. اینا میشن اون بدنه اصلی در واقع انقلابیون که در تهران بودن، که در صورت خیلی هاشون آدم های معمولی بودن که فقط برای اینکه میخوان غذایی داشته باشن، جای هوای خنکی بخواد باشه میرفتن اینجا و چیز میکردن. در واقع علما که این وضع رو میبینن، در واقع میبینن که مردم 13000 نفر از باغ نیست، دیگه از قم به طرف کربلا نمیرن، همونجا در قم میمونن و اینکه میبینن که اوضاع داره به مثلا به نظر موافق اونها داره تغییر پیدا میکنه. در تبریز هم همین اتفاق میفته و گروهی به کنسولگری سفارت انگلیس پناه میبرن. اینجا با میانجیگری دولت انگلیس شاه تقاضای این بسنشینان رو توی سفارت انگلیس میپذیره و که حالا بر علاوه بر خواسته های قبلی تقاضای افتتاح دارالشورا هم داره، یعنی در واقع اینجا یک تقاضای دیگه اصلی هم اضافه میشه و یواش یواش شکل میگیره. مظفرالدین شاه هم این خواسته ها رو به هر حال میپذیره و فرمان تشکیل مجلس رو صادر میکنه و اولین مجلس یک ماه بعد اول در کاخ گلستان تشکیل میشه و بعد در عمارت بهارستان تشکیل میشه که اول نظامنامه انتخابات تصویب میشه و بعد انتخابات انجام میشه. در 14 مهر ماه همون سال مجلس شورای ملی افتتاح میشه. کار بعدی هم تدوین قانون اساسی هستش. 10 روز بعد از که در 8 دی ماه اون سال مظفرالدین شاه قانون اساسی رو امضا میکنه، 10 روز بعد هم برای سن بیماری میمیره. بعد از مردن مظفرالدین شاه 10 روز بعدش تاجگذاری محمد علی شاه است که از همه سفرهای کشورهای خارجی و خارجی‌ای که در ایران بودن دعوت میکنه برای تاجگذاری الا نمایندگان مجلس. و اینجا آزادی خواها میبینن که مخالفت محمد علی شاه با مثلا فرمان مشروطیت و چیزی که پدرش امضا کرده بوده اونجا شروع میشه و این حرکت ادامه بده بکنه. برای که من خلاصه بکنم برای که از وقت نیام بیرون، در واقع محمد علی شاه هم در حرکت بعدی اتابک امین السلطان رو که صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده از خارج به ایران میاره و اون رو مملکت به اون واگذار میکنه که آزادی خواهم بازم بیشتر نگران میشه. از اینجا به بعد فعالیت های شیخ فضل الله نوری در مخالفت با آزادی خواهان که او را به بازی نگرفته بودند آغاز میشه و با تحسن در قم و برخورداری از حمایت مستبدان و اتابک شروع به کارشکنی در امور مشروطه خواهان میکنند.
بعد از قتل عطابک و در حالی که بمیدن یک باچه فریاد و حیاهو بود، همه خارزندگی رها شدن، از مجلس و مشروطه سخن میگفتن که در واقع در این شرایط در واقع قرارداد 1907 روس و انگلیس به چیز امضا میرسه که شمال و جنوب ایران رو به خودشون تقسیم میکنن و از اونجا در واقع حمایت انگلیس از حمایت انگلیس از آزادی خواها و مشروطه خواها برداشته میشه برای اینکه منافعی داشتن و محمد علی شاه هم در واقع اونجا دستش بازتر میشه برای سرکوب آزادی خواهان و حرکتی شکل میگیره که میرسه به میخوام خلاصه بکنم در یکی از این درگیری‌ها محمد علی شاه با قسم خوردن به اینکه دیگه با مشروطه مخالفت نخواهد کرد موقتاً آروم میشه، اما یک سوء قصدی به جانب محمد علی شاه انجام میشه و در خیابان لاله‌زار در خیابان اکباتان تهران اونجا چند تا نارنجک منفجر میشه و اونجا دیگه تصمیم میگیره که به طور جدی با مشروطه خواهان مقابله بکنه و بعد از اون هستش که با آقای به توپ بستن مجلس به وجود میاد، مجلس رو به توپ بسته میشه، یه گروهی به پارک امین الدوله پناهنده میشن، امین الدوله در واقع در همون شب روحانیون رو در پارک نگه میداره، اما تعدادی از آزادی خوان از جمله جهانگیر خان سوءاسرافیل و ملک المتعلق امین و اینها رو برای اینکه باهاشون زیاد توافق نداشته اینا رو به بهانه اینکه میخواد به جای امن‌تری منتقلشون کنه از پارک میاره بیرون و اونجا از طرف دیگه به مقامات دولتی هم اطلاع میده، مقامات دولتی هم اینا رو میگیرن و میبرن در باغ شاه و فردای اون روز این گروه رو به طلاق میبندن و اعدام میکنن اونجا. بعد از کشتار باغ شاه حکومت نظامی در تهران اعلام میشه، لیاخوف فرماندار تهران میشه و ادامه داره تا قیام تبریز و ظهور ستارخان و انقلابیونی که شروع میکنن میان به تهران و محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده میشه و میره و بعدش هم میرسه به ماجرای به تاجگذاری احمد شاه تا کودتای 1290. من خیلی راجع کردم، وقتم تموم شد، به بقیه مطالب نرسیدم. این یه تصویر کلی بود از اون انقلاب مشروطه در واقع به طور خیلی خیلی خلاصه و پژوهشی در این وقت. البته دوستان مستحضر هستن که انقلاب مشروطه چیزی نیست که واقعا بشه حتی خلاصه ای ازش رو توی یک ساعت یا دو ساعت گفت و امیدوارم که توی دیسکاشنی که خواهیم داشت اون بخشی از مطالبی که آقای تاج‌دولتی نرسیدن راجع به استر روشن فکرایی که بنیانگذارای اصلی و اولیه این حرکت بودن مطرح بشن، تو اون بخش دیسکاشن اینا بیشتر مطرح بشن. من خواهش میکنم که خیلی متشکرم. خواهش میکنم. درود بر شما، از این تشکر بودیم بسیار متشکرم. من چارچوب مطلب رو بر مبنای معرفی کتاب فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت در واقع کوشش خواهم کرد که این کتاب معرفی بکنم تا بعدم این مطلب و کتاب و مشروطیت و همه‌شو در چهارچوب در واقع من بیشتر از اینکه واقعا واقعه تاریخی خدمتتون عرض بکنم این مطلب رو ببینم چند نفر فرصت کردم این کتاب رو نگاه بکنم و بخونم. فرصت من یه مختصری در واقع از ماهیت کتاب و خدمتتون عرض میکنم، ولی قبل از اون در مورد آقای فریدون آدمیت من که نویسنده این کتاب هستم میخواستم خدمتتون معرفی بکنم که در واقع عیار دستتون بیاد که واقعا اون کسی که این کتابو نوشته کی هست و در واقع سوابق تاریخیش چیه. آقای فریدون آدمیت متولد 1920 که اگه زنده باشن امروز میشه 86 سالشون، در از مدرسه دارالفنون فارغ التحصیل میشن در 19 سالگی، 20 سالگی وارد وزارت خارجه میشن، در 22 سالگی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل میشه و از 24 سالگی در وزارت خارجه شروع میکنه به کار کردن و به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل کار میکنه. بعد از 1945 تا 49 که در واقع یعنی ورودشون به وزارت خارجه قبل از پایان جنگ جهانی دوم اتفاق میفته در زمان رضا شاه، ولی بعد که وارد میشه در واقع میره در لندن و دکتراشو در علوم سیاسی میگیره، در چه آدم
اصلاح برای زمان خودش آدم بسیار تحصیل کرده ای بوده، بعد در وزارت خارجه فعالیت میکنه و آخرین شغلی هم که داشته در سفیر ایران بوده در 1963 در هند و به روایتی اون موقع آقای جان کنت گالبریت در واقع که سفیر کانادا بوده در هند آمریکا، سفیر آمریکا بوده در هند و این دوتا وقتی ملاقات میکنن در واقع آقای فریدون آدمیت از رژیم شاهنشاهی در واقع انتقاد میکنه. آقای گالبریت برمیگرده به امریکا، کتاب می‌نویسه، تو اون کتاب این خاطره رو ذکر می‌کنه. وقتی این به اصطلاح میرسه به دولت شاهنشاهی در واقع ایشون رو بازنشسته می‌کنن و ایشون در واقع به کارهای به اصطلاح آکادمی می‌پردازن. ایشون در واقع کاراشون بسیار واقعا گسترده است. از 1944 که ایران و امیرکبیر رو تا صفحه‌ای از تاریخ ایران منتشر می‌کنن، جزایر بحرین رو منتشر می‌کنن، اندیشه دموکراسی در انقلاب مشروطیت رو 1961 منتشر میکنن، اندیشه های میرزا خان کرمانی را 1967، ایران و امیرکبیر 1967، اندیشه میرزا فتحعلی خان آخوندزاده را 1970، اندیشه پیشرفت و ترقی در زمان سپه سالار را 1972، مقاله تاریخ 1973، اندیشه ایدئولوژی مشروطی از 1976 و این کتابی که امروز با صحبتش رو در موردش میکنیم، اندیشه فکر دموکراسی، اسمش رو ایشون لغت فکر رو به کار بردن تا اندیشه رو، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت در 1984 چاپ میکنن و آخرین کتابشون هم در سال 1996 بود، 10 سال پیش باشه، History of Thought، تاریخ اندیشه است در واقع. بعد ولی مقدار مطالب متفاوت دیگر در واقع ایشون چاپ کردن. در نتیجه کتابی که وجود در واقع در واقع ما از یک محقق اصطلاح معتبر تاریخ مشروطیت در واقع داریم صحبت میکنیم. اون چرا که عرضه کردن در واقع من جنبندی آخر محبت خدمتون بگم، در واقع ایشون برداشتن تیکه تیکه در واقع یک اندیشه رو در چارچوب مشروطیت در واقع تحلیل کردن. در شما وقتی کتاب رو میخونین، یکی از مشکلاتی که براتون پیش میاد اینه که اینو نمیتونین در کانتکست کامل قرار بدین. البته کوشش کردم که این مسئله رو در واقع سعی کنم به اصطلاح با هم دیگه عوض اینکه بیشتر غرق خود حکایت بشیم، ببینیم حکایت در واقع در چه چارچوبی قرار گرفته و واقعا ما ازش چی میتونیم یاد بگیم. در صورت این کتاب دو تیک از همون جوری که آقای تاج دولتی اشاره کردن، یکی مسئله ایدئولوژی نهضت مشروطیت و به خصوص در واقع ایدئولوژی اندیشه دموکراسی اجتماعی که به اصطلاح شکلگیری واقعیش به صورت فرقه اجتماعیون و عامیونه، به زبان امروزی صحبت بکنیم سوسیال دموکرات ها به اصطلاح. یه تیکش اینه که در اون چهارچوب یکی مسئله همین حزب فرقه اجتماعی نامیون مطرح میشه، اندیشه دموکراسی اجتماعی رو یه مقدار در موردش بهش توجه میکنیم که واقعا ماهیتش چیه، این حرکت این اندیشه در طول به اصطلاح مشروطیت چجوری بوده. البته خب وقتی میگیم مشروطیت واقعا اون چیزی که در اینجا بحث شده واقعا محدود میشه به مجلس اول. البته من یه ذره با اون نحوهی که آقای دکتر تاج دولتی اشاره کردن به اینکه واقعا مشروطیت چه بود و به اصطلاح آخوندها در واقع اومدن و نمیدونم شورش کردن و این مبناش قرار گرفت و در سال 1906 با پیرن آوردن بیرون، من یه ذره واقعا موافق نیستم. به نظر من این
ورژن آخوندی در واقع انقلاب مشروطیت به خاطر اینکه این اندیشه ها من البته تاریخ هم آوردم این اندیشه ها شکل گرفته به طوری که ما در 1907 یه مجلس داشتیم نماینده مجلس داشتیم اندیشه داشتیم و اونجا خدمتتون عرض خواهم کرد که تو چه کاری انجام شده بنابراین واقعا یک مجموعه روشنفکران بودن که این قانون اساسی رو تنظیم کردن اینا آوردن این مجلس انتخابات رو انجام دادن و اینا به نظر من نه کار آخوندا بود نه کار اطرافیانشون بود بلکه مجموعه روشنفکران بودن که در واقع اینا انجام دادن این انقلاب این هم که ما صحبتشو من اینجا میکنم این انقلابیون هم در واقع اینا واقعا بعد از اینکه واقع اتفاق افتاده وارد قضیه شدن حالا اونم داستانش در واقع روشن میکنه به هر صورت اینجا یکی پیشرفت این اندیشه رو میبینیم در طول مجلس اول که ببینیم واقعا ازش چه حاصل شده و بعد هم کارنامه این اجتماعی نهامیون در واقع در طول بعد از اینکه مجلس اول تشکیل شد تبدیل شدن به فرقه دموکرات ایران در واقع که مقابلشون هم یه فرقه دیگه درست شد به اسم فرقه اعتدالیون حالا هم خواهیم رسید به اینکه واقعا بعد هم نقش هر کدومشون رو به اصطلاح بهشون خواهیم رسید بعد اونجا که به نظر من حائز اهمیت اینه که تأثیر این افکار در مسائل در واقع به قول آقای دکتر آدمیت میگه مملکت فلاحتی بود یعنی در واقع مملکتی بود که امروز بهش میگیم کشاورزی در واقع مملکتی بود که اصولاً بر مبنای ارباب و رعیت اداره میشد میخواد ببینید در واقع این چه تغییری درش انجام میگیره برای اینکه یکی از ریشه‌ای‌ترین و بنیانی‌ترین نهادهای در واقع عرب موندگی که اونجا بود بعدم یه مقدار صحبت خود آقای محمد امین رسول‌زاده است که در واقع این یک متفکر واقعا درجه یک من اینجا به جسارت میتونم بگم که اگه ما در 100 سال 150 سال گذشته اگه 4 تا 5 تا روشن فکر جدی داریم یکیش همین آقای محمد امین رسول‌زاده است و جالب‌ترین قضیه‌اش اینه که این آقای محمد امین رسول‌زاده متولد باکوه باکو خب 100 سال پیش هم متعلق به ایران نبود ولی اون موقع آذربایجان هم نبود چون لغت آذربایجان 1918 در واقع 1920 وقتی روسا در واقع رفتن به اصطلاح این آذربایجان و قفقاز در واقع میگفتن قفقاز و قفقاز ارمنستان بود تاجیکستان قفقاز عبارت بود از اون جایی که آران بهش میگفتن از اون جایی که بهش قره‌باغ میگفتن ارمنستان میگفتن و تفلیس و گرجستان این مجموعه رو با هم دیگه میگفتن قفقاز بعدم میگفتن وقتی میگفتن قفقاز مسلمان در واقع مسلمانان قفقاز در واقع چون ارمنی‌ها در واقع ارمنی بودن و یه مقداری از گرجیان در واقع مسیحی بودن بقیه در واقع مسلمان بودن در نتیجه همه آدم‌ها خودشون رو در واقع معمار مسلمانان قفقاز می‌شناختن همین آقای محمد امین رسول‌زاده در واقع خودشو مسلمان قفقازی می‌شناخت و این قفقازی‌ها در واقع خودشون رو با ایرونی‌ها واقعا به اصطلاح متفاوت نمی‌دونستن و متفاوت نمی‌دیدن البته یه مقدار خیلی زیادی اونجا به دبستان در واقع حرکت کارگری هم بود که ایرونی ها از آذربایجان از بسیار رشت و از مشهد در واقع میرفتن به طرف روسیه خصوصا از طرف آذربایجان که میرفتن در بادکوبه در صنایع نفتی کار میکردن به اون موقع شاید رقمی که در یکی از این بسیار اینجا وجود دارن حدود 20 تا 23 درصد کارگرانی که اینجا بودن ایرونی بودن بر صورت این کتاب در واقع به اصطلاح این مطالب داره من سعی میکنم که اون تیکه های اولش رو به اصطلاح اندیشه دموکراسی رو یه مقداری خلاصه در واقع خدمتون عرض بکنم اگه برگردیم ببینیم که واقعا این اندیشه به اصطلاح فعالان انقلاب مشروطیت چه گروه های بودن یه گروه های به اصطلاح روشنفکران اصلاح طلب انقلابی بودن یک گروه های بازرگانان و ترقی‌خواه ها بودن و یک گروه های روحانیون بودن یکی از جالب‌ترین بحث‌هایی که در واقع در این دوران وجود داره اینه که روحانیون به اصطلاح و سرکرده‌هاشون خیلی صریح در واقع میگن که آقا ما نمی‌دونیم مشروطیت چیه ولی چون گفتن کار خوبیه
نمشروطی یا چیز خوبیه، ما در واقع موافقت کردیم. خب در واقع ولی اون چه که از این حرف برمیاد اینه که این به اصطلاح روحانیون اون روز به حرف روشنفکران اون روز داشتن گوش میکرد. این درست عکس اون واقعی است که در 1157 در واقع اتفاق افتاد. یعنی اون موقع روشنفکرها جلو بودن، اندیشه‌ای داشتن و واقعا اگه نمونش آقای محمد امین رسولزاده باشه، واقعا روشنفکرهایی بودن که صلاحیت روشنفکری رو داشتن. البته خب خواهیم دید که در نقطه از نظر عملی واقعا چیکار کردن، ولی این در واقع یک تغییر ماهیتی بسیار جدیه که در 60 سال بعد از اینکه واقعا انقلاب مشروطه اتفاق میفته، اون رهبران فکری که روشنفکرا بودن تبدیل میشن در واقع به آدمای درجه و درجه 4 و در واقع روحانیون به اصطلاح اینا رو پشیزی ارزش قائل نمیشن. فرض کن آدمی حتی مثل آقای سنجابی که در واقع نماینده به اصطلاح طبقه متوسط جامعه ایران بوده، میره در پاریس در عرض مثلا 24 ساعت طبقه متوسط رو واگذار میکنه از اون یکی در میره. حالا اگه برگردیم اینجا، روشنفکران اون موقع واقعا نماینده تفکر و تفکر و تعقل سیاسی غرب بودن. من فکر می‌کردم مثلا من مطلب ندارم در نتیجه خوب خیلی زود تموم بشه. و اینا در واقع بعدم یه مطلب دیگه که خیلی قابل توجهه اون اینه، این حرکتی که در ایران انجام شد به قول آقای داریوش همایون توسط تعداد بسیار محدودی صورت گرفت. واقعا اگه برگردیم که این روشنفکرها کیا بودن، تعدادشون انگشت شماره. اکثرشون این روشنفکرها آقای محمد امین رسولزاده و حیدر مغلی و بقیه گروهی که در واقع اکثرا از اهواز اومدن نه ایرانی بودن نه در ایران زندگی میکردن، فقط این اندیشه را آوردن ولی با به اصطلاح تمام عیار اومدن تو شرکت کردن. و منتها بعد از اینکه مشروطیت شکل گرفت، مشروطیت به روستا حرکت کرد. و حالا من قبل از اینکه 10 دقیقه تمام بشه در واقع خدمتتون عرض میکنم که چه اتفاقی در مجلس اول افتاد که واقعا به عنوان نفوذ مشروطیت تا درون روستا در واقع این نتیجه داد. برصد اون چه که در واقع تکیه‌گاه فلسفی دموکراسی بود، جا افتادن یعنی حرکت انسان ایرانی بود از رعیت به عنوان یک شهروند. ببینید وقتی مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت تصویب شد، ایرونی ها روز بعدش شهروند بودن، تا روز قبلش رعیت در واقع 99% رعیت. این که واقعا این فیزیکلی اتفاق افتاد یا نه اونو اون طول میکشه، ولی حداقل در شهرها این پروسه خیلی زودتر افتاد. با اومدن این که شهروند شدن، در واقع لغت شهروندی رو ما واقعا نمیبینیم، حتی لغت فرد رو ما نمیبینیم، ولی میگیم اولا همینجوری که آقای دولتی اشاره کردن، مسئله با عدالت خونه شروع شد که عدالت خونه در واقع در یه مفهوم هیچ ارتباطی به فرد، آزادی فردی، حقوق فردی، برابری فردی در واقع نداره. ولی این روشنفکرایی که از روسیه اومده بودن که اونام در واقع اون موقع خاطرتون باشه اون موقع هنوز تو روسیه انقلاب نشده بوده، یعنی به عبارت بهتر این اتفاقی که در ایران افتاد و به اصطلاح اول شد، ما 1906 صاحب قانون مشروطیت شدیم، انقلاب روسیه 1917 اتفاق افتاد. بنابراین اون موقع به اصطلاح روسیه پایگاهی بود برای اینکه اونجا خودش همون نوع فشارهایی که در ایران بود اونجا وجود داشت، که اون موقع نیهیلیستا و به اصطلاح کمونیستا بودن، ولی در واقع عملا سوسیالیست بودن و اکثرشون هم تحت تاثیر فرانسه بودن. اون چرا که با خودشون آورده بودن، حتی ما تو به اصطلاح ادبیات مشروطه میبینیم اگالیته رو در واقع آوردن، یعنی برابری رو در واقع خودشون آوردن. ولی اگالیته موقعی که شما داره حق و حقوق هستید. به هر صورت این کسایی که در واقع واقعا روشنفکرای جدی که ما اون موقع داشتیم، میزاخان کروانی بود، عبدالرحیم طالبوف تبریزی بود، محمد امین رسولزاده بود،
حیدر خان به اصطلاح معروف به حیدر مغلی بود. بعد اینا در سال 1904 در واقع این شعبه اجتماعی آمینون رو در باکو تأسیس کردن و بعد از اون اولینش بعدم یک مسئله دیگر هم واقعا بهش توجه بکنیم اینه که تمام این نهضت اندیشه‌ای رو که می‌بینیم می‌بینیم که همش در واقع از شمال ایران وارد شده. ببینید در بادکوبه بوده، از اونجا میره تو مشهد درست میشه، میره تو رشت درست میشه، میره تو تبریز درست میشه و در بعد که تازه به اصطلاح بلوغ خودش میرسه و واقعا ایرونی میشه، اولا مرکزش اونجا بوده، قوانینشون اونا درست میکردن، آیین نامه‌شو در واقع محمد امین رسولزاده نوشته، روزنامه ایران که ایران نو که منتشر میشد و محمد امین رسولزاده در واقع این روزنامه رو منتشر میکرد، به اصطلاح مقالاتش اون می‌نویسه و بعد هم میبینیم 1911 در واقع بعد از اینکه این به اصطلاح احزاب تشکیل در آخرین شکل خودش در اصفهان هم در تهران اصفهان هم شعبه پیدا میکنه. بعد حالا که ما 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، بذارید من چند تا جمله رو در واقع یادداشت کردم، فکر می‌کنم اینا چیزی جالبیه. یکی از جدی‌ترین مسائلی که مطرح کردم اینه که وقتی مرامنامه رو درست کردن این خیلی جالب بود. مرامنامه اینجوری میگه: ای فقرای ایران جمع شوید، دهاتی های ایران همت کرده اتحاد نموده اجتماع ما. بعد گفتن آقا ما مرامنامه رو برای چی درست کردیم؟ لغتش بسیار جالبه: دفاع از شرف ملت و محافظت وطن مقدس و محو ظلم و فرضیه هر فردی است و این نیز به مقتضای زمان از طریق مجلس ملی و مشروطیت و بست عدالت و اجرای مساوات ممکن خواهد. این دوستان به مجلس اعتقاد داشتن تا حدودی، ولی به وزرا و قوه اجراییه هیچ به قول معروف چیز نداشتن. در نتیجه میگفتن این باید وجود داشته باشه برای اینکه ما بتونیم در واقع جلوی این کار رو که قدرت اجرایی قوه اجرایی میگیره در واقع بگیریم. بذارید من در واقع یه دونه مطلب اصلی رو در واقع که فکر میکنم حائز اهمیتی که در واقع در این چند دقیقه باقی مونده خدمتتون بگم اینه که ببینید ما ایران یه جامعه بوده که خب واقعا یه جامعه فلاحتی، حالا لغت فلاحت هم بالاخره خودش یک معنی خاصی داره، با لغت کشاورزی فرق داره، معنیش اینه که وابسته به زمین بود. اونجا به اصطلاح ما طبقه مالک داشتیم، طبقه در واقع اون موقع مالک بود، لغت محترم امروزش زارع یا کشاورزی، ولی اون موقع رعیت بود و خود زمین بود و اون معادلاتی که پشتش بود. بذارین یه داستان خیلی جالبه بهتون بگم، چون اون موقع قانونی که وجود داشت برای اینکه مالیات گرفته بشه از به اصطلاح رعیت، اولا یه قانون وجود داشت به اسم قانون تیول. قانون تیول یعنی این که یک دهی رو بهش میگفتن خالصه، میدادن به یه نفر، میگفتن آقا این مزد توه، تو هر جوری دلت میخواد این دهو اداره کن، هر چیم از اینا میخوای مالیات بگیر. دانه چه یک به قول معروف استبداد محض بود. در واقع یکی از کارهایی که مجلس اول کرد این بود که قانون تیول رو لغو کرد. در نتیجه دیگه چیزی به اسم تیول نبود. البته یکی از دلایل اصلی که قانون تیول به اصطلاح حذف شد این نبود که کسی دلش به قانون ناسوخته بود. وقتی این قانون مطرح شد دولتی‌ها گفتن که قانون تیول به نفع تیولدارانه، یعنی این در واقع به اصطلاح پورتفرل به قول اینجایی ها که رفقاشون یه دهی رو میدن که پول خیلی زیادی در میاد، در نتیجه این ازش ثروت گنده به دست میاره. اگه بخواد این کار رو برگردون مالیات بگیریم کمبود خزانه در واقع به اصطلاح کسر بودجه برطرف میشه. این برطرفه. دوم سیستم مالیاتش خیلی جالبه. سیستم مالیات در واقع سیستم مالیاتی اینجوری کار میکرد که از هر زاره سه نوع مالیات گرفته میشود: یه مالیاتی که به دولت باید میداد، یه مالیاتی که به ارباب باید میداد و در واقع ببخشید 4 نوع بود، یه مالیات هم بود که مأمور مالیه میگرفت، اون هر چی میگرفت مال خودش بود، ربطی به کسی نداشت. خب
در نتیجه به اصطلاح سیستم اینجوری کار میکنه. حالا اون معموله چجوری میگه؟ داستان به اصطلاح قوانینش هم خیلی خیلی خوشمزه بود. قانونی که تصویب شده بود عدد و رقم نداشت، میگفتن اما مثلا هر زمین اینقدر گندم تولید میکنه، برای اینقدر گندم شما باید مالیات بدین، مال مالک چی میدونم 40% مال دولت، 30% مابرش مال خودش. منتها یه چی یه ماده تفسیری گذاشته بودن اونجا، تفسیرم این بود که ما اینو مثلا مال 10 سال پیش هر سال اینا بهبود میدن وضعیت، در نتیجه گندمی که تولید میکنه ممکنه بیشتر از اون چیزی باشه که ما میگیم، در نتیجه اون مابقی رو راجبش باید چونه بزنیم، در واقع چونه بود با اون مامور مالی. برصد اونم در واقع اون کارو اومدن در واقع اونم عوض کردن. منتها اگه برگردیم ببینیم آیا این دوستانی که دوستان اجتماعی و عامیون یا همین روشنفکرهای جدی که این حزب سوسیال دموکرات درست کردن بعد شد حزب دموکرات ایران که در مجلس در واقع نماینده داشت، آیا اینا برای این کاری انجام دادن؟ نه، هیچ کاری انجام ندادن. بذارید یه جنبندی براتون بکنم، در واقع در وقت تمام شده بذارید من در واقع این کارنامه حزب خدمتتون عرض بکنم. کارنامه حزب دموکرات مرام مترقی داشت، مایه سیاسی سرانشون بسیار کم مایه بود، نوشته های سیاسیشون پیش پا افتاده بود، در قلمرو عملی اصلاح نظام پوستی ارباب رعیتی هیچ کاری نکردن، کارکرد پارلمانیشون ناپخته نادرست بود. و یه مطلب ها در واقع نمیتونم اینو نگفته خدمتتون عرض کنم، اون اینه که اینا وقتی به پارلمان رسیدن و به اصطلاح یک رقیبی براشون درست شد، نه که رقیب و با منطق نمیتونستن از بین ببرن، برنامه چیدن رفتن کشتن. در نتیجه داستان در واقع کشتار به اصطلاح سیاسی رو آغاز کردن. در نتیجه حزب دموکرات ایران که در واقع یکی از روشنفکرترین احزاب بود و به اصطلاح واقعا وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم آدم های بسیار خوشفکر در اونجا بودن، در عمل سیاسی، در تشکل اجتماعی، در کار پارلمانی نتیجهشون نه تنها مثبت نبود، صفر هم نبود، بلکه منفی بود. در نتیجه پارلمان رو تبدیل کردن که دشمنانشون رو بدن آدم ها در واقع بکشن. وقتی کشتن در واقع آقای تغییزاده هم جزو اینا بود، در نتیجه تغییزاده فرار کرد، برای چیزا فرار کردن، در نتیجه این به اصطلاح داستانی که از اون به وجود اومد داستان بسیار واقعا دلچسبی نبود. حالا اگه بیایم اینو بذاریم در کانتکست به اصطلاح مدرنیسم ایرانی که مدرنیسم در واقع بدون شکلگیری نهادهای اجتماعی و تشکل و بدون قوانینی که نهادها رو پشتیبانی بکنه و حقوق فردی رو با آزادی‌های فردی رو تضمین بکنه عملی نیست، دستمان ما تجربه جالبی از این مجلس اول به دست نیاورد. خیلی متشکرم. فقط توضیح بدن در مورد صحبتی که آقای میساوی کردن در مورد این ورژن، در واقع ورژن آخوندی از بقای مشروطیه بود، در واقع اینطور نبود. برای که درسته که فکر رو اون هسته های اولیه یا آزادی خواهی رو روشنفکران آوردن، با آخوندها هیچ در مورد این نمیدونستن، اما اون گروهی که در رابطه ارگانیک با مردم بودن روحانیون بودن، روشنفکران به هیچ وجه نمیتونستن مردم رو بسیج بکنن، در ارتباط مستقیم با مردم نبودن، برای اینکه حزب نبود، برای اینکه انجمن‌ها بودن ولی خیلی خصوصی بود، در مقابل خیلی خیلی خصوصی انجام میشد، اما اون گروهی که میتونست مردم رو بیاره و حرکت رو شکل بده در واقع روحانیون بودن، یعنی که وقتی سید به بهانی راه میافتاد 3000 نفر دنبالش راه میافتند، ولی اون موقع هیچ روشنفکری رو سراغ نداریم که این تونسته باشه 50 نفر آدم رو دنبال خودش بیاره جز در محافل خصوصی. آخوندها این زرنگی و مکاری داشتن که از اندیشه های آزادی خواه ها استفاده میکردن برای اینکه حرکت های مردمی رو به حساب خودشون بذارن و شکل بدن در واقع بشه. این فقط توضیح هست. اما توی دیسکاشن تشکیم این دیسکاشن یه جور تمامی ها بحث میشه. من یه مقدار اصطلاح فکر میکنم ما نیازمندیم که در واقع ورژن خودمون رو با ورژن جاری مثلا در واقع با واقعا خیلی تحلیلی بهش نگاه بکنیم، برای اون هر چی که ما میشنویم حتی از ما که میشنویم در واقع عین واقعیت نیست.
بلکه ورژنی است که در واقع ورژن جاریه و این واقعا هیچ وقت خود همه واقعیت در بر نمیاد. خب دوستان الان ما بحث رو باز میکنیم برای اینکه هر کسی هیچ لزومی نداره که شما سوال بکنید، شما میتونید نظر خودتون رو بگید، دو دقیقه فرصت دارید و بعد میتونید حالا سوال بکنید یا هر چیزی. من از اول شروع میکنم، پنج نفر پنج نفر اسم می‌نویسم. شما اسم شریفتون آقای الهامی، شما اسمتون؟ من پنج نفر رو سوال کنید. دوستان دو دقیقه فرصت داریم که کامنت بدین یا سوال بکنین و دوستانی هم که پاسخ میدن دو دقیقه فرصت دارن که پاسخ بدن یا نظرشون رو بگن. آقای امام عرضم که من نسبت به فرمایش آقای میساقی کامنت دارم و اون ایشون فرمودن رسولزاده ایرانی نبودن، ولی من مدرد رسنس قسمتی هست که رسولزاده ایران بود، یعنی خودش توی اون کتابی توی اون مقالاتی که نوشت. یک دو، راجع به مطلبی که فرمودن نسبت به آقای تاج دولتی که راجع به ملایان هستش، من توجهتون جلب میکنم به اولین سخنرانی میرزا فضل علی آقای مجتهد که یک مجتهد روشنبین تبریزی است در مجلس اول، خیلی کوتاه و علت پیدایش اندیشه آزادی خواهی و انقلاب مشروطیت ایران رو، هدف و انگیزش رو با زبانی ساده و خیلی کوتاه میگوید: از نحوست دو ظلم ما به این مجلس، یعنی مجلس شورای ملی، رسیدیم. یکی از دیوان، یعنی ظلم حکومت، یکی از چنین علما، ظلم ملایان. اندیشمندان و آزادی خواهان ایرانی آرمانی جز آزادی ملت و برقراری حکومت بر مردم ندارن و البته در وجود مثلا یک صفحه است که راجع به این موضوع صحبت میکنه. اما مطلب هر چه قد شد ما هر سال آزادی برای خاطر جشن مشروطیت جشن میگیریم، حالا 99 سال، 95 سال، 101 سال، حالا شاید انشاءالله بره تا سالهای بعد. هرچند که از بد روزگار قانون اساسی مشروطیت با همه نارسایی ها که بعدها به آن پی بردن به سبب دسیسه ملایان، یعنی دشمنان آزادی از نظر فرمت فکری و ذهنیشون، این عوض شده و همینطور رسیده تا الان. بنده نظرم بر این است که وقتی که راجع به آزادی و راجع به مشروطیت صحبت می‌کنیم، خب مشروطیت توسط فریدون آدمیت اول راجع به بنیانگذاران این تفکر که از کجا شروع شده، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده متولد 1812 است، یعنی برابر است با حمله ناپلئون به روسیه، و بعد در یک شخصیتی مثل میرزا فتحعلی خان آخوندزاده در دهات اردبیل به متولد میشه، ولی این شخصیت حرکت میکنه از طریق تفلیس، چون ما راهی نداشتیم به رفتن خارج از ایران، و میرسونه خودشو به پاریس و در بیزانسون نم یا چیز آقای تاج دولتی به طرف من تحصیل کرده فرانسه است میدونه، اونجاها شروع میکنه به صحبت. کلیه تفکر میرزا فتحعلی خان آخوندزاده به صورت مکتوبات به شاهزاده جلال الدین و جلال الدوله، دو تا شاهزاده روشن فکر هستن، حالا امکان داره ورچوالی باشه یا نباشه، میاد و تمام اینها خوندنش خیلی باید. خیلی ممنونم. آقای امسال شما صحبت دارید کنید. من فقط یک کلمه بگم، دلیلی که من گفتم که آقای محمد امین رسولزاده در واقع ایران نیست، بستگی داره که ایران رو کجا بگیریم، ولی ایشون متولد باکتوبه هست در نفچه مونتا. همون جوری که عرض کردم، اونایی که در قفقاز بودن خودشون رو فرهنگن ایرانی میدونستن، و هر صورت این واقعا یه مقدار بحث
اصطلاح لفظی است تا واقعیت. ایشون متولد بادکوبه بودن، باکو بودن. اگه باکو رو جزء ایران حساب بکنیم که زمانی بود، بالاخره ایشون هم ایران. زمانی که متولد شده قفقاز جزء ایران بعد از ترکمنچای قفقاز و هیبده شهر قفقاز جدا شده. پس هر کسی که بعد از اون متولد بشه فرمان شما بود. آقای الهامی خیلی تشکر از اصلاحی که زحمت کشیده بودن. من این اشتغال جدا داشتم که برای جلسات آینده حتی امکان کتاب را یک نفر بخواند که ما اینطور مشکل به اصطلاح دو ورژن یا دو مسئله را پیدا نکنیم که از دیدهای مختلف مسئله مطرح بشه. ضمن اینکه به نظر من وقتی که ما میدهیم ایجاد میکنند که یک نفر هم بیشتر صحبت نکنه در مورد و در مورد یک کتاب استریده شاید برای یک کتاب حق اون کتاب رو برآوردن. اما مطلب که بیشتر من علاقه داشتم اینجا دوستان در موردی صحبت کنند که البته ها این حسابی قلبی باز کردن مسئله رو شباختن ریشه های در حقیقت فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود که منجر به انقلاب مشروطیت شد و انقلاب مشروطیت را به وجود آورد. اینکه ما بعضی از به اصطلاح مطالب را که در اون سالها اتفاق افتاده به روایت تاریخی حالا بشماریم، بله همه اینها کمک کردن و مثل این میماند که برگردیم به سال 57 و بدونیم در سال 57 هم این اتفاقات افتاد، اما ریشه های مطالبی که به اصطلاح منجر می شود به اینکه یک انقلابی به اون عظمت همونطوری آقای دوستان رو بهش اشاره کردن در سال 1905 یک برهه بسیار تاریخی مهم نیست. در روسیه هنوز انقلاب نشده. در کشورهای اسلامی شاید این اولین حرکت، یعنی شاید نه دقیقا اولین حرکتی است که در یک کشور اسلامی اتفاق میفته و تا سالها بعد هم هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگه چنین حرکتی را ندارند. این یک زیربنای البته روشنفکرانه داره. جامعه ما در اون روز اشاره کردن یک جامعه بسیار بسته‌ای بوده، 9 میلیون تا 10 میلیون جمعیت کل مملکت بوده، جمعیت 3 قسمت تشکیل شده بوده، نزدیک یک سومش به اصطلاح شهرنشین بودن، یک سومش به رعیت یا حالا دهاتی بودن و یک سوم دیگرش ایلات بودن در اون زمان. و با یک چنین به اصطلاح شرایطی ما باید ببینیم که انقلاب مشروطیت چه زمینه‌هایی براش به اصطلاح به وجود آمد. اشاره کردم به معاهده ترکمنچای، به نمیدونم فرض بفرمایید قرارداد هرات که ما افغانستان را از دست دادیم و مسائلی که قبل از این به تدریج آماده کرده بود زمینه‌های فکری را برای مردم و برای روشنفکران. روشنفکرانی که اشاره میکنند از شمال و یا از غرب، از استانبول. ببینید باز من اینجا یادم آمدش بعد بفرمایید 2 سال بعد از انقلاب مشروطیت ایران تازه ترک‌های جوان در ترکیه شروع به حرکت کردند که خود اون الگوشون را از انقلاب مشروطیت ایران گرفته بودش. و این زمینه ها را ما اگر چون حالا اولین جلسه به اصطلاح بحث در مورد یک کتاب هستش، شاید هنوز به اصطلاح جهتگیری پیدا نکرد و به تدریج در جلسات آینده امیدوارم که بیشتر وارد مباحثی بشویم که جمعیت جوان ما به خصوص بتواند استفاده بکند از تاریخ ما و بتوانیم خود ما هم در این جلسات حداقل وقت ما بیشتر بسیار بر فرمایشتون متین هست. و خب مسلما این پرکتیس دیگه میدونیم میایم حالا یک جلسه بالاخره یک سری کم و زیاد میشه، وقت ممکنه درست گرفته نشه و غیره، ولی جلسات بعدی حتما این به قول شما دایرکشن پیدا میکنه و جهت پیدا میکنه و ما حتما اون ریشه ها رو بررسی خواهیم کرد. یعنی هدف واقعا همینه که از فکر میکنم آقای تاج دولتی هم یه مقداری اونا رو یادداشت کرده بودن که در مورد روشن فکرای صدر یعنی اون کسایی که 50 سال قبل از اینکه اصلا انقلاب مشروطه بشه اینا اون تخم اصلی رو کاشتن و بعد ما درو کردیم، یعنی اومدن درو کردن و به اصطلاح انقلاب صورت گرفت و می‌خواستن صحبت کنن ولی خب در 20 دقیقه فرصت نشد. من یک لحظه اجازه بدید فقط به رو صحبتایی که آقای انتقامی گفتن در واقع من یادداشت کرده بودم از این زمینه‌ای که انقلاب مشروطه رو به وجود میاره و 15 تا عامل مشخص رو که تونستم پیدا بکنم و اینا رو که اشاره کرده بودم
نابسامانی اوضاع اجتماعی ایران در اواخر عهد ناصرالدین شاه و به سوتو آمدن مردم از جور و بیدادگری حکام و عمال استبداد و ماموران متجاوز دولت، برقراری رژیم مشروطه و تدوین قانون اساسی در عثمانی، نشر نوشته های بیدار کننده روزنامه های مثل اختر چاپ استانبول، روزنامه هفتاد متین چاپ کلکته، روزنامه های پرورش و ثریا و حکمت چاپ مصر و روزنامه قانون میرزا مرکم در لندن، ضعف و سستی و عدم لیاقت مظفرالدین شاه و سبکسری ها، تمرورزی ها و غارتگری های درباریان و اطرافیان فاسد و ناشایسته وی و تسلیم در برابر قدرت روسیه و قبول قرضه های سنگین و طاقت فرسای خارجی، پنجم عزل اتابک و در هم شکستن نفوذ و ثبات و حکومت مرکزی و جدال در میان طرفداران اتابک و عین الدوله، ششم قیام گروهی از روحانیون بر ضد دولت و دربار و جنبش فراماسون ها به دستور محافل ماسونی که لندن و پاریس، هفتم شکست روسیه تزاری از ژاپن و کاسته شدن حیثیت و اعتبار سیاسی آن دولت و اعلام حکومت مشروطه در آنجا، هشتم فعالیت اقلیت های نوظهور مذهبی به خصوص بابیان و ازلیان برای تسکین حس انتقام‌جویی و شکستن نفوذ روحانیت شیعه، نهم مساعدت دولت عثمانی با مشروطه خواهان به منظور تضعیف قدرت دولت ایران و دستاندازی به مناطق مرزی مورد اختلاف، دهم مداخله علنی دولت انگلیس برای کمک به استقرار مشروطه و کاستن قدرت پادشاهان قاجار و جلوگیری از نفوذ روزافزون روسها و تلاش برای به دست آوردن سیاست مقدم و قاطع در ایران، 11 شوق و هیجان گروهی از مردم و جوانان وطنخواه و پرشور و تشنکامان عدالت و آزادی که با اساس حکومت‌های قانونی و حقوق اجتماعی مردم اروپا آشنایی داشتند، 12 تلاش‌های بیباکانه افراد سودجو و جاه‌طلب که آلت فعل سیاست‌های خارجی بودند برای رسیدن به مقام و استفاده شخصی، 13 انتقام‌جویی و خصومت بعضی از مالکان بزرگ و سران بختیاری با حکومت قاجاری، 14 اختلاف پنهانی مظفرالدین شاه و ضلع السلطان و رقابت ضلع السلطان و سالار الدوله با محمد علی شاه و تحریکات دامنه‌دار آنان برای رسیدن به سلطنت، 15 فقر اقتصادی و فشار قحطی‌ها و گرسنگی‌ها و ناامنی‌های عصیان‌خیز که بر دوش اکثریت مردم سنگینی بود. هر کدوم از این موارد رو واقعا میشه راجبش صحبت کرد و بعد تیتروار فقط خواستم بگم که اینها دقیقا حرفی که شما میزنید کاملا توی اینا همه زمینه ساز اون حرکتی بود، ضمن افرادی که نقش چیز داشتن، کلیدی داشتن باشید زمین. ببخشید. من حالا قبل از اینکه آقای جهانگیر سوال بکنن، در یک اگر بخوام در یک جمله واقعا مشروطه رو تعریف بکنیم، این نظر خود منه که برخورد ایران سنتی است با مدرنیته. یعنی وقتی که شما در اروپا بعد از به اصطلاح اون دوران سیاه قرون وسطا، وقتی که اندیشه های جدید میاد و علم جایگزین میشه، تجربه میاد و اندیشمندای بزرگی در اروپا مثل روسو، مونتسکیو و غیره، نیچه یا تمام کانت، دکارت، اینا همه میاد، مدرنیتهی به وجود میاد که ایران سنتی داشت دور بوده. وقتی که ایران سنتی به خودش میاد در جنگ های ایران و روس و یک قسمتی از ایران را از دست میده، متوجه میشه که کجاست و بعد اونجا برخورد ایران سنتی با مدرنیته در حقیقت مشروطه رو بود. آقای جهانگیر بفرمایید. من اونجا که بارز تشکر از پرزنتیشن من فقط یک نکته قصد دو نکته دارم بکنم که اول نکته اولا بگم چون زیاد وقت نمیگنیم دیگه هم سوال کنم و اونی که من بگم وقتی ما داریم در مورد انقلاب مشروطه صحبت میکنیم در مورد لغات که استفاده میکنیم باید خیلی دقیق باشیم و یکی از چیزایی که به ذهن من رسید در طول صحبت شما تعریف روحانیت و روشن فکر رو من اینجا چیزایی که نوشتم شما روشن فکر رو با 5-6 تا معنی دیگه هم بزن گردیمش خوش فکران بودن ضد روحانی ها هست آیا اینا فردگران آیا قرقلم هست و جانب افنا اگر امکان داشته باشه اینو تعریف رو کنیم ببینیم که منظور شما از روشن فکر چیه و چیا هستن و اینا چه جوری تونستن به انقلاب مشروطه برسد کانتریبیوت بکنن یا رولی رو بازی کنن. از شما سوالتون از آقای هر دو هم بخواهم جواب بدم به نوبتی و فقط یه توضیح بدم اون چیزی که به نظر من رسید و من توی یادداشتایی که برداشتم نگاه کردم روشنفکر اون گروهی بودن که نه ظاهر مذهبی داشتن آخوند بودن اما با هوا نداشتن و اینها رفته بودن با زبانهای خارجی اول آشنا شده بودن و بعد با افکار عقاید آشنا شده بودن اومده بودن اینها بعضی هاشون گرایش‌های مذهبی داشتن بعضی هاشون در اون چیزی که بهشون
روشن فکران مذهبی الان عنوان یه اصطلاحی که داریم بهشون میگیم، اینا لزوما ضد مذهب نبودن. روحانیون دقیقاً اون کسانی بودن که ظاهر و سر و شکل روحانی داشتن و هیچ گونه آشنایی با افکاری که از انقلاب فرانسه به این طرف شکل گرفته بود در زمینه مسئله نهادهای سیاسی و اجتماعی و شهروندی و قانون اینا نداشتن. منتها اومدن گروهشون بازتدیدشون بازتر بود و اینها این مفاهیم جدید رو گرفتن و کمک کردن و بعدشون نیومد. باز فکر میکنم که بخشش به خاطر منافع شخصی خودشون، بخش دیگرش به خاطر برها روحیه مردم دوستی که داشتن توشون وجود داشت، مثل بهبهانی، مثل طباطبایی و این گروه، در مقابلش هم آدم هایی مثل روحی و درقی هم. این دوتا مفهوم از درم اینجوری بود، روشن فکر این گروه بودن آخونده، روحانیون دقیقا آخونده. اتفاقا این صحبتی که میکنه واقعا بسیار بسیار بجاست. اولا حتی زبان خود آقای آدمیت رو ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا زبانش مثل اینکه مال امروز دیگه نیست. ما واقعا با اون کلمات و با اون مفاهیم و با اون تعاریف در واقع به قضیه نگاه نمیکنیم. در نتیجه واقعا خیلی حائز اهمیته که واقعا ببینیم که ما وقتی یه لغتی رو به کار میگیریم واقعا معنیش چیه. ببینید روشن فکر یه لغت در واقع در فرهنگ ما به قول فرنگی ها خیلی میسیوزده در ما، یعنی خیلی ازش بهره برداری واقعا بد انجام شد. نظر من داره بگیم و واقعا اون چیزی که آقای به اصطلاح آدمیت هم تو کتابش به اصطلاح تعریف کرده که در واقع انعکاس اون تفکریست که اون موقع وجود داشته، این روشن فکر کسیست که نماینده تعقل غربه در ما. ببینید ما کسایی که غرب رو میشناسن، زبان رو میشناسن، غرب رو آشنا هستن باش خیلی زیاده. ببینید کار به جایی رسید موقعی که آقای چیز در واقع شما اگه روشن فکرای در واقع نسل سوم رو نگاه بکنیم بعد از این، مثلا نسل اول همین آقای چی میدونم محمد رحمین اصولی به رسول زاده باشه، بعد گروه دومش اونایی بودن که زمان رضا شاه بودن مثل نفیسی و داردسته، و بعد یه گروه دیگه بودن که رسید به آقای آل احمد اینا که قبل از اون در واقع اینا آدمایی بودن که واقعا به اصطلاح فوکولی بودن و در واقع نماینده روشنفکر میدونست. یعنی واقعا این البته نماینده روشنفکری نیست، ولی از یه طرف واقعا نشان دهنده واقعا فاجعه اصلا آشنا نبودن حتی به مفاهیم صورت مسئله. بنابراین روشنفکری که اینجا تعریف میشه روشنفکری است که نماینده تعقل غربه. تعقل غرب هم واقعا برگردیم ببینیم ریشه تعقل غرب یعنی چی. ما دو تا مفهوم اساسی داریم، یکی راسیونالیسم غربیه در واقع که تمام اجتماع جامعه جمع شدن اینا، اگه به راسیونالیسم غربی وجود نداشته باشه به اصطلاح تفاوت یک ارگانیسم ارگنایز متشکل با یک قبیله که اونم متشکله منتها این مبتنی به تعقل بود، مبتنی به تعقل نیست. ما واقعا یه مقدار خیلی زیادی شما تاریخ ایران نگاه بکنیم ببینیم که تعداد زیادی اصطلاح دهقانای ما شورش کردن، هزار سال شورش کردن ولی به هیچ کجا نرسیدن. میام در واقع نگاه میکنیم ببینیم که یه دونه اتفاق میفته در زمان چیز که این سوسیال دموکرات ها میتونن هماهنگش میکنن، یا کسی باید به روسی ریازانوف بوده که این در واقع چیزو حقوق شیلات در واقع مال اون بوده. این 3000 تا ماهیگیر میان تصمیم میگیرن که برای اون کار نکنن تا اون در واقع حذف بشه. یعنی راسیونالیسم میاد، یعنی تشکل راسیونالیسم در واقع میاد با هم دیگه کار میکنه. جنبه دوم اون به اصطلاح بعد روشنفکری دست یافتن به باور کردن فرد، حقوق فردی و برابری حقوق فرد. ما تا موقعی که در واقع و ببینید این جوهر در واقع مدرنیست و در واقع واژگون شدن دنیا و از دید مذهبی اینی که آقا اون خدا از اون بالا میاد پایین، خدا میشه انسان، انسان صاحب حقوق میشه، همه انسان ها حقوق برابر پیدا میکنن با همدیگه، وقتی به صورت راسیونال تشکل تشکیل میدن صاحب قدرت این میشه که جای قدرت خدا رو میگیره که این آخونده نمایندش.
ببینید دعوای اصلی واقعا اینه. بنابراین وقتی میگیم روشنفکر، روشنفکری که در غرب تعریف شده، روشنفکری که معنی داره به غیر از اون ظواهری که ریختیم، اگه این دوتا مشخصه رو ازش برداریم، هزاران نفر هستن ولی معنی روشنفکری نداره. اینجا تو این کتاب درست مطرح شده. منم در واقع موقعی که بهش توجه کردم واقعا در اون مفهوم من به کار بردم اینو. من فکر کنم این مفهوم مفهوم معقولیه و در واقع جایگاه درستی شده. من فکرم در واقع از صحبت که شما بگم هر چیزی که من خودم فکر میگرم نمیشه اینکه روشنفکر کسی که در مقابل یه سنتگرا میسته و یه سری یعنی تجدد، شاید روشنفکر یه تجددگرا باشه، یعنی با همون عقیده مدرنیته و عقیده مدرنیته در اسلام و همه اینا با هم دیگه چیز در میاد. فکر کنم که اگه بتونیم ما در طول بحثمون این لغات رو با یه سری معانی به خصوص ادامه بدیم، فکر کنم که حالا میتونه در یه نتیجه بسید. مثلا چکنم حدیثی حدیثی که در مورد حدیثی که شما رو جزء پنجتای بعدی میگیسم جنابای تو زنگی ببخشید. من فکر کنم که در رابطه با همین بحثی که الان اجرا بود، اینجا توی همین کتاب صفحه اول یه تعریف اصلا از روشنفکر داده میشه. من فکر می‌کنم بد نباشه اینو بخونید. این نقطه نظریه که خود آدمیت ارائه میده به عنوان تعریفی که از روشنفکر میده، که برمیگرده به دو تا روشنفکر، روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی رو مطرح میکنه و بعد میگه روشنفکران که جملگی در زمره درس خواندگان جدید به شمار می‌رفتند، نماینده تحول سیاسی غربی بودند، خواهان تغییر اصول سیاست و مروج نظام پارلمانی. به این صورت تعریفش می‌کنه و بعدم میگه تکیه‌گاه فکری این گروه در درجه اول اندیشه‌های انقلاب بزرگ فرانسه بود. این تعریفی که حداقل آدمیت میده و از اون با روشنفکر در واقع به این مجموعه داره اشاره. خیلی ممنون از لطفتون. یک سوال من داشتم ازتون در مورد تهیه و تدوین قانون اساسی هست. در واقع که قانون اساسی بر اساس مشروطه سلطنتی بلژیک نوشته شده و در واقع در پروسس حرکت روشنفکری به سمت ایران، کسایی که در این در تهیه این قانون اساسی شرکت داشتن، با توجه به اینکه این ایده ها شما فرمودین از شما داره میاد و از روسی میاد و از فرانسه در حقیقت اینسپایرشن گرفته، یک گپی هست که من ازت میخوام سوال بکنم که چجوری بلژیک و آقای مثلا دکتر آقای نوز در ارتباط نشانه به اهمیت بلژیک در داخل ایران هست و چطور میشه که کانستیتوشن به این شکل نوشته میشه در حالی که حرکت حرکت ممکنه نیمه روحانی نیمه روشنفکری باشه. حرکت های فکری در واقع اول من اینکه آقای موسوی اشاره کردن قبل از انقلاب نشه، برای اینکه زمینه به خدا آباده بشه از طرف شمال و از طرف روسیه میاد. برای اینکه اونجا جایی صحبت هستش که در یه زمانی 300 هزار تا کارگر ایرانی در تکنیست مشغول چیز هستن، کار هستن در باکو در صنایع برای اونجا دارن زندگی میکنن به کار و این راه بوده که ایرانی ها میرفتن و میمدن راه ورود به طرف غرب از اون طرف بوده. اما در آستانه انقلاب مشروطه به خصوص از سفرهایی که ناصرالدین‌شاه شروع میکنه به اروپا میکنه، این برخورد و این رابطه با اروپا به خصوص و فرانسه و بلژیک، برای اینکه زبان فرانسه اونجا زبان غالبی بوده در واقع برخلاف نیست، اونجا میره و این رابطه برقرار میشه و اصلا گرفتن آقای نوز بلژیکی برای اینکه بیاد اداره گمرکات ایران رو به عهده بخواد بگیره و ببینید اداره گمرکات، وزارت پست و تلگراف و اداره گذرنامه‌گیری سه تا از چیزهای کلیدی اون زمان رو میگیره و روابطی که داشته و بعد حتی به عنوان نماینده ایران فرستاده میشه و حتی اینجا نقش میرزا مرکم خان هم به عنوان کسی که فرانسه میدونسته و در فرانسه از سن 10 سالگی میره در فرانسه زندگی میکنه و نقش خیلی بزرگی داشته در چیزها رو فرصت نشد که خارجی میرزا مرکم بخواهم صحبت بکنیم، نقشی که اون داشته اینا در واقع انقلاب فرانسه رو اونجا میارن و ارتباط با کشورهای فرانسه زبون که تو اروپا هستن، بلژیک و فرانسه اونجا میشه و نقش میسونیز. حالا در مورد اینی که دقیقاً به چه شکلی این حرکت اصلی گره خورده با قانون اساسی بلژیک، اون رو من چیزا کردم در فرصت بگیرم. من در واقع واقعاً برباستش میخوام، من جواب دقیق سوال شما رو ندارم ولی اینو خدمتتون میگم. ببینید آقای دایره شما این یه حرفی گفتن از ذکر کرده بود، دوباره ذکر کنید با این کارون تعداد آدم های بسیار محدود داریم،
ببینید این که عرض کردم این ورژن آخونده ببینید قانون اساسی که نمیشه چون هیچ کدوم از اینا اصلا نمیدونستن چی هست. قانون اساسی رو یه تعدادی آوردن. دلیلش هم که از مال بلژیک آوردن من که آدم‌ها با مثلا 15 نفر آدم داشتیم کلش که این کار رو فلت بودن. اونم در واقع با اون رابطه داشتن. اونجا آدم میشناختن از اونجا آوردن. قانون اساسی تصویب شد. رفت اونجا هیچ کدوم از اینا نمیدونسته. حتی این آدمایی که ما صحبت کردیم که انقلابی بودن و اومدن بعدن جلو به اصطلاح ستارخان رو با کمک کردن که اومدن دوباره به اصطلاح محمد شاه و اینا انداختن از این حرفا، اینا بعد از اینکه این انجام شده بود وارد بود شدن. اینا انقلابی بود، به اصطلاح انقلابی بودن. اینا بعد از اون وارد شد. اون آقایون هم که آخوندا میگن جمع شدن هیچ کدومشون نمیدونستن. ولی قانون اساسی که تصویب شد هیچ کدومش نه قابلیتش داشتن بخونن نه اصلا معنیشو میفهمیدن. بنابراین اتفاقی که افتاد ما یک گروه بین شازده های بسیار قاجار یه مش آدم روشنفکر داشتیم که اینا ارتباطاتی داشتن، صاحب نفوذی بودن، اینو بردن چندین سال طول کشید. در واقع البته من اینو توی بحث دیگه که واقعا بحث مدرنیزم در واقع ایرانه من نگاه کردم که برمیگرده به اون صحبت که آقای الهامی کردن که در واقع اینا آوردن اینو به تصمیم کردن هیچ کم نمیدونستن چی، برای همین هم اصلا وقتی هم تازه اجرا میکردن نمیدونستن چه جوری باید اجرا بکنن تا چه برسه به اینکه این آقایون که تو خیابون راه میرفتن و چه میدونن یه مثلا برای غذا رفته بودن تو سفارت اینا نقش تعیین کننده داشت. بنابراین یه داستانی اونجا اتفاق افتاده که واقعا ما باید به ماهیتش برگردیم. من فکر می‌کنم سوالی که شما می‌کنید سوال بسیار بجاییه، ولی من که همه جواب واقعا ندارم. یک مثالی براتون بزنم. میرزا مرکم وقتی که از سفر فرانسه مراجعه می‌کنه به ایران یه رساله می‌نویسه به نام کتابچه قیدی یا دفتر تنظیمات، که این دفتر تنظیمات در واقع محاوی مطالبی در اصول مملکت بود که این از فرانسه تشکیل شده. یعنی در واقع اولین آشنایی، یکی از اولین دریچه‌های آشنایی با اصول مملکت داره که قانون اساسی در واقع شکل اصلی هست از طریق ترجمه‌ای هستش که میرزا مرکم از فرانسه می‌کنه. شما خودتون صحبت دیگه‌ای دارید؟ نه، عرض خانم نصرت. من اول از همه تشکر رو کنم از دوستانی که این تشکر رو وجود آوردن. یه حتی فرصت بسیار خوبی هستش که بدون اینکه کتاب بخونیم کتاب بخونیم. بعدش مورد اول، مورد بعدی که میخوام صحبت بکنم اینه که با تشکر از دوستان گرامی که توضیح دادن، ولی من فکر میکنم که باید به این شکل، توی نظر شخصی من هستش، باید نسبت به مسائل کتابخانی و وقتی مطرح میکنیم کتابی خانده میشه و دو نفر میان کتاب رو ارائه میدن، باید نسبت به مطالب کتاب کاملا امین باشن و به هیچ وجه ما نظرات شخصشون رو نداشته باشیم. ما کاملا باید نوتایی رو که اونا از کتاب میگیرن پسمندی کردن، خلاصه کردن، به ما ارائه بدن اینجا و سوالهایی هم که ما مطرح میکنیم دقیقا میخوایم که مثلا نظر آقای آدمیت رو داشته باشیم در اون مبحث. حالا اگر دوستان در مرحله سوم جلسه میتونن یک بحث دیسکشن داشته باشیم و در اون موقع بحث بکنیم، نظرات شخصیمون رو بیاریم و یا مطالب رو از کتاب‌های دیگه گرفتیم و خوندیم ارائه بدیم، من فکر می‌کنم که اینجوری بهتر باشه. چون مثلا من الان در حال حاضر کاملا کانفیوز هستم که نظراتی که شما بحث کردید نظرات آدمیت هستش در اینجا صحبتتون ارائه داده شد، یا اینکه بخشی نظرات شخصی شما بر اساس خوب گرفته از بقیه مطالعات شما. و من شخصا دقیقا نظر آدمیت رو میخوام، یعنی این سوالی که من میکنم نظر آدمیت رو میخوام، چون من یادم هست که در سالهای اول انقلاب که خب بر اساس شرایط کتابهایی رو ما میخوندیم، من در اون مقطع نقش بهبهانی به واقع برجسته میشه در جنبش مشروطیت و در اصل اون نقش رو بهبهانی نداره در انقلاب مشروطیت. من میخوام بگم که اینجا آدمیت چطوری میبینه این رو که به یک باره جنبش به دست بهبهانی سپرده میشه و بهبهانی مطرح میشه در جنبش مشروطیت. صحبتی که من کردم اصلا وقتی این کتاب نداشت، در واقع من تلاش کردم از طریق کتاب های دیگه یه تصویر کلی از وقایع انقلاب مشروطه بخوام بدم. بنابراین در این کتاب هم اونجایی که می‌دونم آدمیت راجع به بهبهانی و نقش روحانیون در انقلاب مشروطه صحبت نمی‌کنه. خب ببینید همون طور که من کاملا کانفیوز شدم که این کتاب داره اینجا بررسی میشه یا اینکه چی مطالعات گسترده داره بخشی از
صحبتی بود که آقای میساوی کرده در مورد معرفی و مطالبی در این کتاب عنوان شده. اون بخش دیگر رو من در واقع خواستم یه تصویری بدم برای یه آشنا. ببین در واقع حرفی که شما میگید بسیار حرف اصولیه. فکر می‌کنم که در واقع شاید این یکی از اون چیزایی باشه که شاید این چارچوب اضافه بسید واقعا وقتی این مطلبی گفته میشه امانت مطلب در واقع کاملا باید حفظ بشه. اون چه که من اینجا خدمتتون گفتم در واقع میتونم بگم که امانت مطلب بود. من هیچ نظر خودم رو با گفته‌های آقای آدمیت قاطی نکردم. اونجا که من ارائه دادم نخشیدم که اینجا البته هست آقای آدمیت در واقع من جاشم اینجا هست میتونم اینجا پیدا بکنم گفته که روحانیون نمیدونسته روحانیون دنبال رو بودن روحانیون در واقع گوش کردن بعدن گفتن که چون این خوب بوده ما انجام دادیم و نقشی هم نداشتن نقششون رو در واقع حرفی که میزنه اینه که در واقع روحانیون خودشون رو به اصطلاح اغراق کردن در نقش خودشون و همچون نقشی رو بازی نکردن در چیز در مشروطه و این چیزیست که نظر ایشونه من هر کجا اگه حرفی زدم البته این نظر آقای آدمیت در واقع سر جاشه ممکنه خب نظر جدا هم داشته ولی اون چی که من اینجا خدمتتون گفتم اون مطالبی رو که اینجا ذکر کردم من شخصا هیچ گونه دخالتی در واقع توش نداشتم و اون چرا که در واقع آیه آدمیت در واقع نقش در واقع تصویر کرده بود من در واقع خدمت بودم ببخشید من اینجا واقعا نخواستم که بگم ما دوست نداریم اطلاعات شما رو بدونیم و برسر از مطالب گسترده شما استفاده کنیم مطمئناً اینجوری هست و دوست داریم رو استفاده بکنیم ولی من میگم در مرحله اول این حرکت رو انجام بدیم که هر کتابی که مورد بحث قرار میگیره ما کلن اون خلاصه رو بگیریم و بعد خب به هر صورت من شخصا خیلی خوشحال میشم که خیلی مفت و مجانی یک سری اطلاعات رو شروع کنم ازش استفاده بکنم خیلی خوشحال میشم آقای حدیثی سوالی که من دارم یه سوال ادبیه خیلی برام جالبه که مثلا فرهنگنامه ها رو میبینیم در قبل از مشروطیت و بعد از مشروطیت مثلا فرهنگ قیاس اللغات یا مثلا آنندراج رو میبینیم که چه سال مثلا قبل از مشروطیت نوشته شده و بعد مثلا اولی سری فرهنگ دهخدا اینا رو میبینیم بعد از مشروطیت و یه سری لغات اصلا نبوده و برای اولین بار به وجود میاد و یا یه سری معانی کلمات کاملا عوض میشه. خیلی کنجکاو بودم ببینم که با توجه به مروری که بر کتاب داشتیم چرا این کلمات اینجوری یه دفعه به وجود اومده. مثلا خیلی جالب مثلا کلمه سیاسی مثلا ما میگیم اندیشه سیاسی اصلا این قبل از مشروطه اصلا وجود نداشته. خود سیاسی البته خود کلمه بوده مثلا سیاسی جمعه کلمه عربی سیسا بوده که اصلا به معنی مثلا جای پیوند مهرهای پشت و جای برنشست از سطور اصلا این کلمه مدیکال بود یعنی دوست پزشکی بوده و چی میشه که این یه دفعه افراد دایه و شایسته داشتن یه اندیشه سیاسی میشه یعنی چه تحولی باعث میشه که در اثر مشروطیت در اثر جریانی که بوده حالا انسان ها مجاز هستن برخوردار از این اندیشه اندیشه سیاسی بشن یا تو خود این کلمه سیاست اصلا میبینی معنیش اصلا زیر رو شده اصلا به معنی مثلا آنندراج میگه که به معنی پاداش دادن ملک کنیم نم حکراندن بر رعیت و چیزی که اکثرا میگیم قهر و تنبیه و اینا هست اصلا به معنی شکستن و بستن و اینا بوده یعنی تنبیه و بعد چیزی که داشتیم مثلا سیاستگر و مثلا سیاستی و اینا به معنی مثلا صفاق و خونبیز و اینا بوده و این چی میشه که توی فرهنگ ما حالا این تبدیل میشه به داشتنی اندیشه نو، ترقیقا، روشنگرانی و غیره. کسی از دوستان جواب میدی جواب میدارم برای این سوال. راجب سیاست که برمودن، سیاست نقطش از سیاس، یعنی فکر کردن و بعد فکر کردن رو طبقه بندی کردن. اونی که شما فرمودید با سطور فقرات، من توی ده خودم نه. کلمه سیاستی رو از سیاس. ریشه شد. حالا یه اوپنینگ خود برداشتی که من دارم اینه که یکی انقلاب فرانسه است که تحولاتی که در اروپا صورت میگیره منتقل میشه به آسیا به خصوص
یه سری کشورهای عربی من جمله به حال منطقه خاورمیانه و خصوص ایران، بعد یه سری سفرهایی که صورت می‌گرفته جلیاتی که دیده به حال این کمک می‌کنه. ولی خیلی بیشتر دوست دارم بدونم افرادی که برای خصوص ببینید من فقط میتونم یه راهنمایی تو بکنم. ببینید اولا کتاب سیاست واقعا اینجوری که شما میفرمایید نیست. سیاه بودن خواجه نظام الملک که کتاب سیاست نامه داره که در واقع سیاست در همون مفهومی که امروز ما مصرف میکنه در واقع اون مصرف کرد. ولی این یه کتابی داره آقای دکتر سید جواد طباطبایی در واقع تاریخ اندیشه سیاسی در واقع 500 سال گذشته رو می‌نویسه و این کتاب بسیار جالبی است که تازگیام چاپ شده و در واقع سیر اندیشه سیاسی رو می‌بینه و واقعا شما خوب که نگاه می‌کنید که واقعا اونجوری که شما می‌گین اصلا واقعا نیست. اونجوری که آقای سید جواد طباطبایی میگه یک اندیشه ایران شهری بوده که دوران ساسانی در واقع بسیار اندیشه جا افتاده ای بوده، نفس اداره کردن و حتی یه ادمنستریتیو سیستم بوده که جدا از سیستم سیاسی بوده در حالی که اون به اصطلاح مملکت اداره میکردن. این هم به اصطلاح اندیشه ایران شهری مکانیزم اداره معقول و راسیونل جامعه ایرانی بوده. اتفاقی که میفته این اندیشه ایرانی در طول حدود 500 سال از زمانی که در واقع عربا میگیرن و اون اندیشه سیاسی در واقع به کار گرفته میشه تا موقعی که مغول‌ها به ایران حمله میکنن، موقعی که مغول‌ها به ایران حمله میکنن در واقع تمام بانیان اون نوع اندیشه در واقع نابود میشه. بعد از این که در واقع صفوی میاد سر کار به اصطلاح در واقع اندرونی دربار و اندیشه آخوندی در واقع جایگزین اون چیز میشه، به اصطلاح اندیشه ایران شهری میشه و پیامدش شما در واقع می‌بینید که در مثلا موقعی که صفویه اومد سر کار که 1501 بود تا موقعی که ایران در واقع از یک قدرت جهانی تبدیل به قدرت جهان سومی میشه که در واقع با شکست در مقابل روس‌هاست، در واقع اون اندیشه‌ای که ایران رو 1000 سال اداره کرده بوده و بعدش 500 سال در واقع اسلام رو در واقع به اصطلاح نگه داشته بوده ایشون تحلیل می‌کنه که این اندیشه در واقع اونجا می‌میره و ایشون تحلیلش امروز اینه که ایرونیا هنوز در واقع از اون گردابی که اونجا به وجود اومده به خاطر نفی واقعیت و منطق از این نمیتونن بیان. برسر این نقطه نظر بسیار قابل توجهی برای تحلیل. در تایید فرمایش آقای میساقی در زمان انفجار ایران کارنامک از تخشیر بابکان، یعنی کارنامه اردشیر بابکان نوعی سیستمی که ایشون میفرمایند که صادق هدایت شادروان چیز کرده به اصطلاح ترجمه کرده از فارسی به فارسی. یک توضیح کوچیک دارم فقط در اصل یه لغت من تا تخصص هم نیست اصلا نمیدونم، ولی شما وقتی دقت بکنید در ادبیات از سال از نیمه دوم قرن 19 به این طرف در تمام کتاب‌های در بیشتر کتاب‌هایی که نوشته شده به خصوص از زمانی که روزنامه‌های فارسی زبان در خارج از کشور روزنامه‌ای که اسمشون چند تا براتون گفتم، شما وقتی دقت بکنید در این مقاله بیشتر به جای سیاست از کلمه پلیتیک استفاده میشه، یعنی پلیتیک رو به زبان فارسی می‌نویسن اصلا و این توی بیانیه‌ها هست، توی بیشتر روزنامه‌هایی که در خارج از کشور و در ایران چاپ میشه اصلا لغت سیاست رو به کار نمی‌برن. بعد این در زمان بعدها هستش، حتی در دو سه دهه بعد از انقلاب، بعد از انقلاب مشروطه هستش که یواش یواش جایگزین میشه در کتابایی که نوشته میشه کلمه پلیتیک رو برمی‌دارن و کلمه سیاست رو بیشتر جایگزین میکنن. ولی خود کلمه پلیتیک رو ما در ادبیات اون زمان خیلی زیاد می‌بینیم. در ببخشید من فقط این مستثنا می‌گم زمان رضا شاه یه دونه به اصطلاح یک انجمنی درست کردن که در واقع فرهنگ فارسی رو در واقع تدوین کرد فرهنگستان درست کردن، لغت‌ها رو می‌ساختن و در واقع اونجا شروع کردن در واقع لغت‌های برای لغت‌های فرنگی مقابل فارسی درست کردن و از اونجا شروع کردن و اون موقع فرض کنید لغت شهربانی ما نداشتیم، مثلا لغت شهر رو آوردن، شهربان آوردن و از اونجا در واقع یک مکانیزمی به وجود اومد که لغات فارسی رو جایگزین لغات فرنگی کردن. اون چیزی که تاج دولتی اشاره کرده این بسیار از لغت‌ها با اسم خودش مصرف میشن، به فرض کن مثلا لغت ایگالیته شما وقتی میرین اونجا میبینین لغت ایگالیته رو به کار برده، ایگالیته یعنی برابری، یعنی
در به فرانسه، ولی همونجوری وارد شده تا بالاخره یه روزی اومد گفت آقا جنی ایگالیته بالاخره همون برابری خود مثلا کنستیتوسیون در فرمان مجلس خیلی از اون مراسلات اینجا در تمام کار بود. کلمه مشروطیت قبل از باقی مجلس وجود نداشت، به وجود اومد. بعد این نکته ای که من میگم اینه که یعنی ما داریم یه خود بزرگتر نگاه میکنیم، مثلا اگه میگه لیست رو در نظر بگیریم خب کشورهای عربی بودن، اصلا خود آیدیای مثلا انقلاب، خود کلمه انقلاب یه ترم نجومی بوده و بعد توی اعراب و اینا بعض زبان عربی مثلا کلمه دوره دارن و این رو خیلی تقبیح میکردن، چیز بدی میدونستن نویسنده های عرب و اینا، اصلا مثلا دوره انقلاب فرانسه که من شما دوستش داریم اون زمان زبان مشروطیت 1285 شمسی خیلی بد میدونستن، میگفتن چرا مثلا نظام مثلا این کشور رو به هم ریختن، پادشاهش رو کشتن، مثلا قتل عام شده، نه کاخ و آتیش زدن. ولی کم کم به تدریج با توجه به اینکه نیروهای خارجی اومدن توی میدل ایست و اینا، حالا کلمه ثوره یه چیز خوب شد چون به معنی مقابله با نیروهای خارجی شناخته شد و بیرون راندن اونا، و این کم کم توی فرهنگ و زبان جا افتاد و به این معنی شد که انقلاب به معنی برخواستن، به معنی پایان ظلم، به معنی مثلا خارجی‌ها رو بیرون کردن، یک کلمه خوب و مثبت شناخته شد. فکر می‌کنم توی فارسی هم یه موقع بعد این رو دقیق‌تر نگاه بکنیم که مثلا کلمات مثل سیاست، سیاسی، اینا چی بود که کانوتیشن‌های معنی مثبت خوبی پیدا کرد. قبل از اینکه من نفر بعدی رو برای سوال عنوان خدمتتون عرض کنم، اعلام بکنم، من کتابی رو که قراره برای جلسه بعد بخونیم رو خدمتتون معرفی میکنم که من توصیه میکنم همه دوستان حتما این کتاب رو بخونن، برای اینکه این کتاب در حقیقت کتاب بیس و به اصطلاح اصلی و اساسی هست که برای به اصطلاح درک مشروطه و اینکه چرا اصلا مشروطه اتفاق افتاد چجوری شد، این هم مال آقای دکتر فریدون آدمیت هست، این هست به نام فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، که البته این کتاب خیلی کمیابه، من خیلی با سختی تونستیم اینو از تهران برسونیم به اینجا چون از 1160 دیگه چاپ نشد، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که این رو کپی بکنیم و هر کسی که واقعا یه کپی میخواد میتونه آخر جلسه اسمشون رو بنویسن روی کاغذی، حالا که اینجا خدمتتون میگیم، و نفری $10 هم بدیم که به اصطلاح چون کپی شرطاً $10 میشه به خاطر اینکه میگم 300 صفحه است، 300 خورده با منگه نشو اینا مثلا میگم کم روز $10 میشه. فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، انتشارات سخن، دکتر فریدون آدمی. آقای اماد. عرض کنم خدمتتون، متشکرم، اجازه دارید بعد دوبار صحبت کنم. دو تا سوال اینجا شد، یکی آقای دکتر زندی و یکی هم راجع به روشنفکری این مدت بعدی من در اونجا صحبت کردن، ولی جوابها نمیدونم چرا اونطوری با یه چیز گفته نشد با ضربه و مشخص. ارسان که عباس میرزا شاهزاده روشنفکر زمان یک مترجم داشته که وقتی مستشاران فرانسوی میان به اینکه خشون ایران رو درست کنن، برای آمادش کنن برای جنگ با روسا و فتوای اون آیت الله نجفی و اینها، این مترجم بلژیکی بود، از اونجا روابط ایران با بلژیک همراهش مقداری قند میاره چون بلژیکی که معروف ترین کشورهایی است مربوط به شکر و قند و اینا، و از این طریق این آشنا میشن با بلژیک، بعد از اون طریق دوباره مسئله گمرک ایران مطرح میشه و میاد و بعد میرسیم به مسائل اجتماعیون در مشهد، یک مرامنامه داخلی و یک اساسنامه درست میکنن، اون اساسنامه رو کمک میگیرن از یکی از اون مترجمینی که رفته بوده سر سرخس مرز ایران و نمروز و حرفا برای چیز، از اون کمک میگیرن. این مقدمه این است که چرا قانون اساسی، نه قانون های مدنی و حقوق فردی و چی، از توی قوانین، چون ایران نداشته، ایران قانون شهر داشته، حاکمین شهر هست بایدشون گفته میکردن و بعدم ما فعال مایشا به عنوان سلطنت استبدادی داریم، یعنی اون خودش قانون میدونه. برای مثال اجازه بفرمید این رو عرض کنم،
ناصرالدین‌شاه داشته از یک جایی رد می‌شده، یک بنایی در اونجا بوده، شاغول انداخته بوده. برمیگرده بهش میگه این چیه؟ میگه این شاغوله. میگه شاغول چیه؟ میگه قانون این که این دیوار درست بشه. میگه چی گفتی؟ میگه که قانون این که این دیوار درست بشه. میگه این آقا رو همراه دیوار بکشیدش بالا، یعنی توی دیوار بکشنش، چون لفظ قانون از نظر ایشون آنچنان به قبیل بوده و آنچنان وحشتناک بوده که اونطوری شد. بعد برای دوستمون که فرمودن راجع به روشنفکر، هر کسی که عقل نقاد رو قبول کنه، اگه حضرت عالی عقل نقاد رو قبول داری روشنفکری، در اون موقع هم کسانی بودن که عقل نقاد داشتن. یعنی چی؟ عقل نقاد در مقابل وحی سامی، این دوتا مترادف هم دیگه هستن. یعنی چی؟ وقتی شما عقل نقاد داشته باشید میشید روشنفکر. بنابراین واژه روشنفکر مذهبی غلط. آقای حبیبی من موقعی که این کتاب رو میخوندم یه سوالی که همیشه تو ذهنم بود بیشتر برجسته شد مطرح میکنم، اگر دوستان هر کدوم توضیح دارن لطف کنن بدن، و اگر کتابی، مطلبی، مرجعی، چیزی هست لطف کنن. ببینید این فرقه اجتماعی عامیون اولین بار در مشهد تأسیس میشه و بعد شعب دیگرش در تبریز و رشت و انزلی و اینها شروع به کار میکنن، ولی بر طبق این کتاب و تا اونجایی که من به هر حال قبل از این کتاب اطلاع داشتم، موفق ترین حوزه عملکردشون در گیلان بوده، به طور کلی در گیلان. اینا موفق میشن که در اونجا 14 شعبه داشته باشن و در طول مجلس اول تمام گیلان رو اینا آتش میکشن، به طوری که اربابا جرأت نمیکنن حتی به حوالی ملکشون برن و غارت میکنن ملک، خونه های حتی اربابا رو آتش میزنن. کسانی که برای گرفتن مالیات میرفتن اونا رو به فلک میبندن و خلاصه اوضاع و احوالی میشه که مجلس اول در واقع در این قضیه میمونه که آقا چه باید کرد، و اینا فکر میکنن که مشروطیت یعنی بی‌قانونی و بی‌دینی و همه با هم برادر باشن و این حرفا. به هر حال موفق ترین همطور که گفتم باز اجیتیتور میفرستن تو دهات تو روستاها در زمینه مسائل شیلات که هم توی گفتم به روسی سپرده بوده دولت امتیاز رو، باز ماهیگیرا رو را میندازن و مشکل اساسی درست میکنن برای دولت. در مورد کشتی های روسی که بارهای ایرانی رو قرار بوده ببرن تحریم میکنن، اعتصاب میکنن و بارها رو در واقع بار کشتی نمیکنن. و داستانش توی کتاب وقتی توضیح میده خیلی جالبه که در نقاط مختلف چه اتفاقی میفته. و علاوه بر این انجمن اجتماعی عامیون، سه تا یا دو تا انجمن دیگه هم الان داشتم میگشتم که پیدا نکردم اونجا تشکیل میشه، که یکی از این انجمنها به خاطر اینکه حالا وجهه مثلا مذهبی تر داشته باشه اسم خودش رو داره انجمن عباسی و به نوعی خودش رو با حضرت عباس بخواد چیز کنه، ولی دقیقا همین خطوط رو پیش میبره و موفق بودن. سوال من اینه که در گیلان چه در واقع چه چیزی اونجا وجود داره که این اتفاقات در گیلان موفق میشه و مثلا حتی در تبریز که ما به عنوان مهد در واقع مشروطیت میدونیم موفق نمیشه؟ و یه نکته‌ای که من اینجا بخوام از خود همین کتاب نقل بخونم، میگه با حرکت انقلابی گیلان، انقلاب نه تنها نیرو گرفت، جهش تازه‌ای پیدا کرد با هدفی تازه، برانداختن دولت محمدعلی‌شاه. میدانیم شورش تبریز موضع دفاعی به خود گرفته بود، چه رسد به اینکه در فکر گرفتن پایتخت باشد یا عزل محمدعلی‌شاه را بخواهد. این کار را انقلابیون گیلان از عهده برآمدند، حتی چنان که خواهیم دید انجمن ایالتی تبریز بران شد که ملیون را از حرکت به سوی تهران باز دارد، اما فرماندهان حقیقی اردوی ملی
آن رأی را ترک کردن. و به هر حال بحث میکنه که این در واقع گیلان بود که حرکت کرد و برای فرق. حالا سوال من اینه که گیلان چه فرقی با مشهد، با مازندران، با تهران، با تبریز، یعنی در گیلان چه پدیده اجتماعی، سیاسی، بومی، موقعیت چی هست که یه همچین حرکت های موفق بوده؟ و چون به هر حال اگر نزدیکی به شوروی و روسیه رو در نظر بگیریم، تبریز به نظر من خیلی نزدیکتر بوده تا گیلان، و بنابراین اون فقط یک عامل نمیتونه باشه. اگر کسی توضیحی در این مورد داره من این من نمیدونم که چون بحث در مورد مسائل تاریخی به این ترتیب بسیار کار پیچیده و سختیه، نمیشه واقعا یه عامل یا دو عامل باشه و مستلزم داشتن اطلاعات بسیار زیادی هست. ولی چیزی که به ذهن من میرسه اینه که ما در زمان به اصطلاح خود مشروطه هم، ما قبل از اون هم اون فئودالیته‌ای که در مثلا اروپا بود ما نداشتیم، در به اون ترتیب ما فئودال نداشتیم، به اون ترتیب بورژوا هم نداشتیم. دلیلی که داشت آب بود، یعنی نبود آب در کل ایران باعث میشد که آب یه چیز بسیار معرضشی بشه و اون کسانی که به عنوان مالک در سرتاسر ایران بودن که این رعیت ها به صراح همه زمین ها که مال شاه بود در حقیقت اگر خواستیم، بله، بعد مالیات بودن دیگه، پول میگرفتن و اینها استقلال آنچنان که باید در اروپا مثلا استقلال داشتن، اینها استقلال از حکومت مرکزی نداشتن به دلیل اینکه محتاج آب بودن. در گیلان شاید به دلیل اینکه در گیلان آب هست و تا حدودی میشه گفت که یک نیمچه استقلالی داره، شما اگر که هیچ کاری هم نکنید توی زمین بتون مرغ بندازید تخمشو مثلا بخورید یا یه گوسفندی داشته باشید بچره، زندگیتون میگذره و ممکنه یک مثلا استقلالکی داشته باشید. دقیقا مثل فقر میمونه در شمال ایران و در جنوب ایران. فقر در شمال ایران دیگه مکسیمومش اینه که شما میخوابید تو خیابون و گرسنه هم نیستی، ولی فقر در جنوب ایران سیاهه. مثل دقیقا گریس میمونه و مصر. فاصله شون با شما با قایق طی بکنید از مصر، از گریس برید مصر، اصلا یهو با دو تا دنیای متفاوت از لحاظ پایین ترین سطح زندگی مواجه میشی. پایین ترین سطح زندگی در گریس، در مثلا جزیره کریت نگاه بکنی، به دلیل وجود آب دیگه مینیمومش خیلی خیلی به اصطلاح قابل قبوله، ولی مینیموم یا حد متوسط در مصر اصلا این چیزی که به ذهن من میاد. دوباره حرف نکات یه جایی یه مقاله بود، حالا خاطرم نمیاد، ذهنم داره نمیاد که چیزش رو بگم، رفرنسش رو بگم، ولی شرایط جغرافیایی حتی در شمال ایران، در منطقه گیلان و مازندران، در نوع روابط اجتماعی و روابط بین زن و مرد هم اونجا اثر داره. شما وقتی مقایسه بکنید به نسبت مناطق دیگر ایران، نوع روابط خیلی بازتر و خیلی نزدیکتر به شرایط و حال روابط اجتماعی دنیای مدرن و غربی‌تر، یعنی هم از لحاظ یعنی چیزهای سنتی، رفتارهای سنتی خیلی کمتر در گیلان و حتی در مناطق روستایی اونجا خیلی کمتر، به دلیل اینکه مسئله آب خیلی کمک میکنه، زنها بیشتر بیرون هستن در خلاف مناطق دیگه کمتر پیش داره. این یک چند تا عاملی بود که از جمله این رو تأکید شده بود که این باعث شده بوده و بعد و حال این باعث شده. یک چیزی هم که خیلی به صورت فانتزی همیشه چیز میگه اینه که شمالی ها ماهی زیاد میخورن. ولی الان شما این اصطلاح مشخصات رو که این ترتیب در مازندران نمیبینید، یعنی این فقط در محدوده کنکامون و رشت و عرضلی و نمیدونم سومه سرا و ایناست، لاهی این محبین در مثلا قسمت شرق شمال ایران و مازندران اینا این مشخصات رو. و این همیشه تو ذهن من سوال بوده که در واقع اونجا حالا شاید ماهیاش درخشید. ایدی جان شما در همین مورد داریم؟ من در همین مورد داریم، اگر اجازی بودیم بفرم میخواییم. در رابطه با جنبش بهاییت، حالا اون مقطع تاریخی، جنبش زمین در اصل،
که ما این درست از فسا شروع میشه، ما مقاومت آخرین مقاومت ها رو در گیلان مشاهده میکنیم. وقتی اینا دیگه نماینده تفکر نوع ما، اگر وزیر ما مثلا مثلا امیر کبیر باشه، حتی وادار میشه زیر فشار مثلا حکومت اونجا لشکرکشی بکنه و آخرین مقاومت هایی که اینا میکنن در همین اطراف گیلانه. یعنی جنبش زمین، زمینداری مسئلهش اونجا قویه و این یکی از عاملهای مهمیه که همین که شما میگید جرأت نمی کنن مثلا خانه برگردن، به خاطر که پشتوانه قوی از طرف اون روستایی ها داره. یعنی یه زمینه مادی تاریخی اونجا تجربه شد و اونجا هست. یه پوینتش میتونه این باشه. ببخشید من حالا یعنی یه نکته یاد ما تو همین کتاب داستان همین اتفاق فلک کردن ارباب و آتش زدن ها رو در زمان صفویه میگه و میگه این اتفاقات که در اونجا میفته آدم رو یاد زمان صفویه میفته. زمینه تاریخی هست ولی باز چرا؟ چرا در مثلا جای دیگه نیست؟ جنبش زمینداری اونجا قوی تره. اونجا مسئله زمین مالکیت اونجا هست، مقاومت بیشتر درگیر شدن. اهمیت داره اونجا مسئله زمین. شما میشه که در همین زمینه صحبت کردید یا سوال؟ هم در زمینه صحبت دارم، هم در زمینه قانون اساسی که قبلا مطرح شد که چطور شد. از خواهش می‌کنم در این زمینه شو بفرمایید، در مورد قانون اساسی شو می‌ذاریم برای اگر دقت بکنید از مباحث این شب نتیجه بگیریم. در حقیقت انقلاب مشروطیت یک انقلاب ضد استبدادی و یک انقلاب ضد امپریالیستی بود است. ضد امپریالیستی به این معنا که در اون دوره به اصطلاح دو کشور روس و انگلیس با تقسیم کردن ایران به مناطق زیر نفوذ خودشون به اصطلاح سیاست‌های خودشون رو در مملکت انجام دادن. نهضت مشروطیت مورد تایید در حقیقت انگلیس‌ها بود و اشاره شدش از کتاب جناب آدمیت که عده‌ای در حدود 13,000 نفر رفتن در سفارت انگلیس تأثیر کردن. البته خود اون که بحث مفصلی است که چرا رفتن در سفارت خانه‌ها دعوت کردن این بحث دیگه است. اما در طرف مقابل روس‌ها بودند که ضمن این که مرتب در این کار اختشاش می‌کردن، بعداً کمک کردن به محمد علی شاه که دوران به اصطلاح استبداد صغیر را به وجود بیاورد و مجلس را به توپ ببنده و بعد هم متواری شدش و به روسیه رفتش. شمال ایران به طور کلی همیشه اصطلاحی که به کار بردش آقای بیستاقی تحت تیون به اصطلاح روسها بودش. همیشه در اونجا بودش که روسها به اصطلاح یک مقدار تحمیل می‌کردن به نفع خودشان، گاهی اوقات به اصطلاح کشاورزان را، گاهی اوقات به اصطلاح حتی خانه‌ها را، گاهی اوقات، یعنی در تبریز این اتفاق نمی افتادش و در تبریز شما تا سالهای بعد که نسترا روسانی ها بود آذربایجان را اشغال می کنند که حالا خارج از موضوع مشروطیت ما هستیم این مطلب را نمی بینید، ولی در گیلان همیشه این روز رو داشتن و من تصورم این است که اون چیزی که ایشان به دنبالش می گرده در اونجا بایستی در حقیقت ما به دنبال دست عجاره باشیم که تحقیقات جنجا بیرده. نیما سپاسگزار از دوستانی که این کار برگزار میکنن، سپاسگزار از دکتر تاج‌الهی جناب میساقی. من متاسفانه وقت ندارم این کتاب رو بخونم، ولی کن از این اینفورمیشنی که شما لطف کردین دارین چیزی رو که حذف میکنم در ذهن خودم و به یه مسئله میرسم، اونم موضوع ارتباطات. یعنی ما اینجا الان یه سری حالا آدم های معدود روشنفکر مطرح شدن، یه سری روحانیون مطرح شدن و یه سری آدم های معمولی و رعیت ها. بالاخره یه هایارکیه که اون جامعه اون موقع بوده و خب یه سری ها زیر بافت بودن، کسی نمیدیده توشون مثل همین روشنفکر ها تحالیت نمیدن. یه سری روحانیون بودن که با روزه ها و نمیدونم کارهای مشابه افکارشون رو انتقال میدادن و در حقیقت این همش میرسیده به اون مردم که اینو ساپورت میکنه. و من دوست دارم در مورد این ارتباطات بیشتر بدونم، چون که چیزی که
به قول شما بتونی 13,000 نفر آدم رو ببره در سفارت انگلیس خیلی ارزش داره. شما شرایط اجتماعی اون زمان رو وقتی نگاه بکنید که هم ادامه داشته باشه، یعنی شما ببینید روحانیت در بافت اجتماعی ایران تنها ارتباط مستقیم و روزانه رو با مردم داره، یعنی از اولی که بچه به دنیا میاد هر که آدمی که به عنوان از اون گوشش میکنه آخرین لحظه هم تو قبر باز آخرین دست که داره دعای آخر رو براش میکنه، یعنی تمام زندگی این ارتباطی هست. اما وقتی این 13,000 نفر واقعا یه سری از آدم، من عکسای اینا رو توی کتابخونه ملی فرانسه هستش، یه سری عکسایی هستش که از همین تحصن ایرانی هایی که میرن توی سفارت انگلیس، شما وقتی نگاه میکنی آدم هایی که از تو خیابون همینجوری راه میفتن میرن در سفارت وازه میبینن اینا، چون بازاری ها داشتن تأمین میکردن خوراک رایگان متحسنین رو اونجا میبینن، دیگ داریم میره، سماور داریم میره، قابلمه داریم همینجوری غذا داریم، چیزهای برنج داریم میره اونجا، اونجا هوا هم گرمه توی شهر مفتوط باقا سفارت انگلیس خطرت میره میشه اونجا قلیونش رو میکشه چلو خورش قربش هم میخوره جزء متحسنین هم میشه، یعنی یه بخشش البته نه همه شده یه بخشش رو. ولی خب تو اون دوره ما بالاخره موضوع شبنامه درست شده، کافه ها درست شده، روزنامه هایی در آمدن که کریتیک رو شروع کردن تو ایران و بالاخره اینا همه یه میدیومی بوده که گروه های مختلف اجتماعی ازش استفاده میکرد و من اوورلپ شدن اینا خیلی برام جالبه که چجوری بالاخره یه سری از آدم ها هستن که با شبنامه دادن خراب میکنن، یه سری روزنامه میدن مستقیم نظرشون یه سری میرم پای منبر، اینا وقتی با هم خاطر میشه یعنی شما اگر تعداد پاسوردهای این زمان رو بخواید در نظر بگیرید نسبت به جمعیت و خب اینه که تمام این ارتباطات که شما داره صحبت میکنید در یک گروه خیلی خیلی محدود در یک اقلیت واقعا چیزی کاملا انگشتشماری داشته میچرخید، اونجوری نبوده که ارتباطات عمومی باشه. مدرسه اون موقع به شکلی که ما داریم صحبت میکنیم مکتبخونه بوده که باز آخونده داشته کنترلش میکردیم، مدرسه به شکل امروزی و مدرنش وجود نداشته که مردم سواد داشتن که میتونه شبنامه رو بخونه، حتی اکثرش این بوده که یه نفر سواد داشته شبنامه رو میگیره خود میخونه برای چهار نفر دیگه آدمی که دوروبرش بودن و گوش میکرده به فهم آخوندهایی که باهوش بودن مخالف مشروطه بود نجیده برای که تمام قدرتشون رو میگرفت. بفهم راجع به سوالی که آقای حربی کردن من بخوام یه عنصر در واقع دو تا عنصر وارد بکنم اونجا، یکی مسئله دریاست در واقع ما ایران اصطلاح صرف در واقع یا بردهداری در مفهومی که فرض کن روسیه جاهای دیگه بود نداشتیم، ولی در واقع اصطلاح کشاورزای ما واقعا در یه مفهومی بیچاره بودن، یعنی وابسته مطلق زمین بودن. شما وقتی شمال میایین وابستگی مطلق از بین میره، یکی دریاست، شما اگه همین خود کتاب رو نگاه بکنیم ماهیگیرایی که اونجا بودن حق داشتن از دریا برای روزی خودشون هر چی میخوان ماهی بگیره، ببینید این در واقع یک نفری به وجود میاره که به اصطلاح شما از وابستگی صرف به زمین میاره بالا، این به شما این امکان میده که در واقع شما در اون فقر و وابستگی، یعنی دو تا مطلبه فقر و وابستگی، یعنی فقر رو در واقع میاد پایین، در واقع شما اونقدر فقیر نیستید. به غیر از ماهی اونجا یه چیز دیگه است که واقعا باز تو این کتاب مطرح میشه، مسئله کشتیه، مسئله بار بردن و بار کردن، این خودش باز یه خط جداییه، خط تولید ثروت، خط مزده که در واقع بسیار فرض کن روستای آذربایجانی نداره در واقع یا روستاهای دیگه در ایران ندارن. خب و بنابراین در واقع بودن و بعد مسئله آب، در واقع ستای اینا با هم دیگه سطحی از فقر و آزادگی رو به وجود میاره. ببینید وقتی اونجا میاد در واقع میگیرن اونو بسیار مارک رو میبندن، بس اون امکاناتی که باید میگرفتن برای مدتی توانایی تحمل این که اون درآمد نداشته باشن دارن، در صورتی که کشاورزی در واقع وابسته مطلقا نداره. بنابراین ما با یک محیطی طرف هستیم که از نظر اقتصادی امکانات لازم برای تصمیم گیری به اصطلاح مستقل از ارباب رو برای شما فراهم میکنه، بنابراین این امکان وجود میاد که در اون رابطه میشه. یه سوال ایشون بکنم و شما بفرمایید.
من به دلیل دوستم با در این رابطه صحبت کنم ولی ببخشید من دو دقیقه وقت دارم. بله. من تا اونجایی که از آدمیت شکر بودم و دارم باش در تماس بودم درمان کده آدم بسیار ضعیفی و سیاست نوشتنش علمی گرایی و تمامی گذاشتن متاسفانه از صحبت های من که شنیدم بیشتر همه با هم یعنی یک جوری مشروطیت مطرح شد یا غرب مطرح شد یا ایران مطرح شد که مثل که همه چیز همشکل رو همراه در زمانی که عقاید جدیده از اروپا به ایران میاد در اروپا جنگ طبقاتی هست نظرات متفاوت هست کتاب‌های مختلف نوشته شده مول پاریس بوده در مقابل بورژوازی وایساده طرفدار کمون پاریس مخالفین کمون پاریس همون اروپایی که در اسمشو میذاریم که به نظر بعضی ها تمدن میآورد در آفریقا بردگاری رو شده بوده در آمریکا همون تمدن صحبوستار رو قطعا میرسونه این قرد آدمیت مشخص میکنه چه عقایدی اجتماع نامیونه که عقاید سکی رو آوردن و پایه اگر داشت بگید انقلابی رو گذاشتن اینا از بعد از کمون پاریس عقاید سوسیالیست سوسیال دموکراسی که ترجمه اجتماع نامیونه بعدها سوسیال دموکراسی شد اون زمان عقیده رادیکال انقلابی بود و از منشأ از مارکس و از جریان سوسیالیستی اروپا داشتیم به همین دلیل مرکزیت های انقلابی که در ایران تشکیل شد اساسش خیلی از پایه هاش رو کارگرها تشکیل دادند بنابراین به نظر من انعکاس این مسئله که عقاید جدیدی که به ایران اومد اساساً عقاید آزادی بود نه عدالت مسئله اجتماعی یعنی اینجا خوب گفته شد مسئلهش مسئله اجتماعی بود مسئله دهقان‌ها مسئله اجتماعی بود فقر و بدبختی که در سراسر ایران موجود بود به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر مجدداً من پیشنهاد می‌کنم مجدداً این کتاب رو مورد بررسی قرار بدید یه شبه که تهران مفروضه باشید و از تمایز گذاری آدمیت شروع کنیم چه تمایز میذاره بین افراد و نظرات ما برای جلسه بعد مجدداً باز یک کتاب دیگه آقایی آدمیت هست که میخونیم اونم تقریبا توی همین زمین است متاها خیلی اساسی تر و مفصل تر آقای زیایی خوشبختانه قضیه صحبت کردن دوستان من راجع به همین قضیه میخواستم صحبت کنم تشکر از همه شما دوستانی که زحمت کشیدن خلاصه‌ای رو ارائه کردن در واقع در این که پایبند باشیم واقعا به نویسنده من دوستانم یه تیکه مقدمه رو به خطش رو اینجا بخونم برای دوستان ایشون میگه برای اینکه زمینه گفتار فعلی ما روشن باشد کافی است به اجمال بگوییم همانطور که تکیگاه فلسفی دموکراسی سیاسی فردیت است پایه‌اش انتخابات آزاد و آزادی‌های اجتماعی و مظهرش نظام پارلمانی منشأ تفکر دموکراسی اجتماعی اصالت جمع است یعنی در واقع این کتاب بیشتر تاکیدش بر مسئله دموکراسی اجتماعی هست در کنار دموکراسی سیاسی این به نظر من یه مقدار ناگفته اومد در گفتار دوستان و این اگر حتی به فهرست مطالب این کتاب نگاه بکنید دموکراسی اجتماعی، فقری اجتماعی، آمیون، مسائل دموکراسی اجتماعی، حرکت دهقانی، ترقی فکر دموکراسی اجتماعی که برمیگرده به اون قضیه رشد و قضایای شورش دهقانان، کارنامه فقری دموکرات ایران که
تمام این قسمت ها 129 صفحه رو به خودش اختصاص میده. از صفحه 129 تا تقریبا صفحه 281 زمینی میرسیم عمدتا در مورد اندیشه سوسیال دموکراسی و سابقه اون در اروپا و ایران هسته و مقایسه این قضیه که در واقع چطوری اندیشه اجتماعی و پرداختن به عدالت اجتماعی در کنار اندیشه دموکراسی سیاسی مطرح هستش و ضرورتش و از این زاویه در واقع به رسولزاده هم میپردازه که رسولزاده در زمان خودش به این ضرورت پی برده بود در کنار این که در مقابل به اصطلاح اون قضیه دموکراسی روسی و دموکراسی روسی استفاده میکرد. من فکر میکنم که یه نقطه از مشکلی که توی این بحث امشب پیش اومد این بود که شاید بهتر بود ما از اون کتاب شروع میکردیم بله. بعد به این رسیدیم چون در واقع این برای زمینه دموکراسی و گاه شماره انقلاب مشروطه کتاب شاید انتخاب احسن نبود اون انتخاب اشتباه شد یعنی اشتباه لوپی شد که چون به دلیل اینکه اسم این دو کتاب نزدیک بود این بود فکر آزادی در نهضت مشروطیت این بود فکر دموکراسی اجتماعی ما اصلا قرار شد اول اینو بخونیم ولی به دلیل اینکه آقای دوتاجت خودشون اون کتابو داشتن و هیچ کس هم دقت نکرد از ماها که اسم این کتاب چیه این کتاب کپی شد و پخش شد و دیگه گفتیم خب حالا که پخش شد دیگه همین رو بخونیم حالا دفعه بعد ولی درست فرمایشتون این کتاب اساسی تری هست و حتما امیدوار که دوستان جلسه بعد این کتاب رو بخونن دقیقاً قبل از اینکه ببخشید قبل از اینکه نهونیم تموم میشه بحث ما این سوالی که اجازه بدید قبل از اینکه به اصطلاح دوستان تشریف ببرن من خواهش می‌کنم کسانی که ایمیلشون رو می‌خوان بنویسن و به اصطلاح که ایمیل های بوک کلاب رو بگیرن که بدونن زمانش که تاریخش که توی اون لیستی که اونجا هست و در ضمن دوستانی که میخوان این کتاب آقای آدمیت رو کپیش رو بگیرن من خواهش میکنم اون رو هم باز اسامیشون رو اونجا روی برگه بنویسید بعد $10 بعد بدین بعد ایمیلتون رو هم بنویسین بعد به شما ایمیل میزنن که در چه تاریخی در کجا این کتاب ها رو بگیرن به آقای منصورزاده بدن یا به شما بدن فرق نمی‌کنه من فکر به شما بدم آقای بشه شما فرق نمی‌کنه فکر می‌کنم این کتاب رو پیشنهاد کردیم که اگر کسی کتاب در واقع انتخابی دارن که می‌خوان جلسه دیگه معرفی کنن به مدت 5 تا 10 دقیقه اگر کسی کتابی داره که دوست داره من دفعه پرزنت بکنم لطفا نه قبل از اینکه اونجا بریم اصلا آقای امادی حرف زدن و گفتن که من ول نمی‌کنم که آقای علی سوالی دیگر نه سوال مهمی بود گفتش چرا خطه گیلان پیشقدم میشه در تمام مسائلی از این قبیل به خصوص مثلا مسئله سوسیالیست در ایران که تقریبا همزمان با انقلاب مشروطیته و هیچ کسی تا حالا این رو نمیاره که بررسی کنیم ببینیم چرا این تفکر در اونجا هست میرزا کوچیک خان چرا در اونجا هست بخشی از طبرستان سرزمین گیلانه از دو حمله بسیار عظیم به ایران یعنی مغول‌ها و عرب این بخش مقدارش مسئول بوده وقتی که مسئول از این دوتا حمله بشه بنابراین ذهن و فکر ایرانیتش بیشتر میشه و بنابراین به سوی رفتن ذهن و فکر جدیدترش طبعاً خوب بهتر این یکیش بعد کتاب فرمودید که چه کتابی رو پیشنهاد میکنید آقای رسولزاده که اسمش اینجا خیلی برده شد من کتابی ازش دارم یک جزوه ایست در حدود 48 صفحه یا 50 صفحه این عقایدش رو نوشته در زمانی که هم باکو بوده هم اومده ایران بعد از تبریز رفته به ترکیه روزنامه هایی که مقالاتی که نوشته درگیریش با تفکر غیر سوسیالیستی که در ایران در اون موقع بوده بعد ایجاد اولین حزب کمونیست ایران که چجوری به وجود اومد شما میخواین جلسه بعد اینو 5 دقیقه معرفی بکنید 10 دقیقه معرفی بکنید بخشی هستش نیاز آخرین سوال رو میکنه بعد نه من که من میخواستم یه پاسخی به نیما بدم که رفت اگه میگفتیم در همون رابطه هست من همون موقع بدم بگفتم جا بکنم بفرمین چه بقیه در
من در ادامه صحبت آیتاج دولتی در مورد نفوذ روحانیون در زندگی افراد جامعه صحبت کردم، میخواستم بگم که یکی از دلایلش که اتفاقا از همون تشابهات دوتا انقلابه اینه که به نظر من در جوامعی که آزادی اجتماعی وجود نداره و حق تشکل وجود نداره و تنها فلواقع حق تشکل مربوط به وقایع و قضایای مذهبیه، این اجتناب ناپذیره که هر حرکتی مجبور از اون کانال بره، برای اینکه شما یک امکان بالقوه دارید و تنها گرده همایی ها، تنها سخنرانی ها، تنها رد و بدل کردن های هر نامه، شبنامه، اطلاعات، اینفورمیشنی در اون فضا هم میتونه اتفاق بیفته و اون فضا هم همیشه یک امنیت بالنسبه در مقابل حکومت و اعوان و انصارش داشتن. این اتفاقی که دقیقاً حداقل ما شاهدش بودیم در دوره ما و در بسیاری از مواقع روحانیت خودش حتی اگر توسط روشنفکران یا متفکرین سیاسی یا هر عنوانی که میخوایم بدیم فلواقع به بازی گرفته نشه یا تحریک نشه یا هر چیزی، در بسیاری از مقاطع خود روحانیت دلیل داره. چون ما نگاه که میکنیم میبینیم که همیشه به نظر میاد که روحانیت در کنار حکومت ها یک جور تقسیم کردن اجتماع رو، جان و روح اجتماع رو تقسیم کردن بین خودشون، جسم و روح رو، و چنانچه دولت محدود کنه قدرت روحانیت و روحانیت انگیزه داره که حرکت بکنه، چنانچه دولت ارزش‌هایی رو فل واقع نش بده در جامعه که یا حق و کاربرد روحانیت و مذهب محدود بشه یا اینکه شرایط به جایی برسه که روحانیت نتونه نقش خودش رو انجام بده که هنوز رهبر فکری یا هر جایگاهی که داره باشه، این انگیزه رو داره خودش و گاهی اینها با هم یه تقارن پیدا میکنن و همزمان این اتفاق میفته. من فکر میکنم از اول انقلاب اخیر دقیقا تقارن این دو، یعنی گسترش آزادی های غربی در جامعه از نظر روحانیت و بعد فقیه مسیحی. شاید من خود فرد برنامه فردای آریتی رو اعلام کنم اگه برای دوستان یه علاقان باشن، فردا ساعت 5 بعد ظهر آریتی خیلی ها نمیدونن چیه، آره، کانون ایران دانشگاه تورانتو فردا ساعت 5 بعد ظهر برنامه داره که برنامه‌ش هم یک کتابی هست چاپ شده به اسم کانورسیشن تهران که نویسندهش یه کانادایی است که ساکن مونترال هم هست. فردا در واقع تورنتو راجع به کتابی که نوشته و سفری که به ایران داشته صحبت میکنه. برنامه‌اش هم آدرس دقیق‌ترش رو میتونید تو وبسایت در iaut.ca برای ساعت 5 بعد. آدرسش هم بگیم من. آدرسش توی اویز 41 252 هست. نه نه. نه تو سنت جورج. سنت جورج. تقاطع سنت جورج و تقاطع سنت جورج و کالج میشه شماره 40 سنت جورج. خیلی متشکرم از توجهتون. خیلی ممنون.